بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست و 14 ماه دسامبر سال 2018 میلادی و برابر است با 23 آذر ماه 1397 هجری شمسی و برابر است با سال و روز و ماه تقویمی که شما دوست داری. شما فقط میدونی اون تقویم چیه، دیگران نمیفهمن. شما وقتی میگی یعنی چه سالی چه روزی از کجا شروع شده و الی آخر. اجازه بدیم ما اینجا این داندان رو ببندیم و یک لحظه دیگه با شما باشیم. هستیم با شما. بگید ببینیم که کیفیت صدا و تصویر چگونه است. امروز دیدم اونایی که دنبال برنامه‌های مجانی میگردن، پروگرام اکس سپلیت اگه کار میکنید، یادم این آقای جاوید شهافر، چون قاضی بوده و به ما میگم من قاضی بودم در ایران، چون قاضی بوده همش دنبال چی مجانی میگشت و رفته بود این اکس سپلیت رو گذاشته بود. بهش گفتم بابا این اکس سپلیت برای جوونا خوبه، شما نمیتونی. آخرم نتونست، بعد گویا یه آدم ایرانی رو استخدام کرده بود، این میگه اون پول من خورده، گویا اون میگفته این پولیشو خورده. عجب روزگار غریبیست. اینجا قبلا میگفتن که هر داستانی دو قسمت داره، یکی قسمت شما، یکی قسمت طرف مقابل. الان میگن سه قسمت داره، یکی داستان شما، یکی داستان من، یکی حقیقت یا واقعیت. چون به این نتیجه رسیدن که دو طرف دروغ میگن. خب ببینیم که ماجرا چیه. ساعت 3 بعد از ظهر امروز با آقای امیر حسین لادن هستیم، پژوهشگر، نویسنده، بعضی ها میگن کنشگر، بعضی ها میگن فعال سیاسی، هر جوری که دوست دارید. و فکر کنم مروری باشه بر برنامه های گذشته. من برای ایشون نوشتم که من فقط سلام میکنم و خوش آمد میگم به شما و میکروفون در اختیار شما. این میکروفون رادیو تلویزیون حقیقتا میشه گفت سکان این کشتی اطلاعات. حالا یا مثل تایتانیک میزنن شما رو به یخ، میبرنتون داخل دریا و چند سال، 100 سال اون زیر میمونید، یا اینکه شما رو به ساحل آگاهی و دانش میرسونه. و شما هم همینجوری که اینجا نوشته میشه میتونید در این تلویزیون برنامه خودتون رو داشته باشید، شما هم میتونید در این تلویزیون نظر بدید، مهمان برنامه های آینده باشید. و امروز من یادم افتاد به ایران. ایران قبل از عید شاه یه سری زندانیایی رو آزاد میکرد، میگفتن چی بخشش نمیدونم پادشاهی هم چیزی، و میگفتن اینا زندانیانی هستن که توی یا به اصطلاح متنبه شدن، اینجا نمیدونم چی میگن، یعنی اگه اشکالی هم داشتن الان پس از این تنبیه زندان آدمای خوبی شدن. و دیگه حالا چرا آدمای خوب تو زندان نگه داریم؟ اینا رو میذاشتن بیان بیرون. بعضی هاشون میمدن و میرفتن دنبال کار زندگیشون، موفق بودن. بعضی هاشون هنوز روز اول هنوز از زندان به خونه نرسیده بود، نشون میداد که نه آقا این آدم بشو نیست، اینو باید تو زندان نگه داریم. امروز برای آقای خوشنودی نوشتم، رفتم یه نفر رو بلاک کنم، دیدم که خیلی این بلاکی های ما زیادن. آخه شما زندان هم میخوای یه کسی رو نگهداری، باید خرجش بدی، باید بیای مواظبش باشی. مثل زندان ایران که نیست که، آخونده ولش میکنه به حال خودش، بیچاره زندانی هم میره اعتصاب قضا میکنه، کمک میکنه به آخوند. میگم آخه من نمیدونم این تخم لغ رو چه کسی توی دهان زندانیان ایران شکوند یا شکست که برو اعتصاب قضا کن. مگه این پدر سوخته نمیخواد شما ضعیف باشی؟ خب حالا اعتصاب قضا کردی، مردی، رفتی مادر و برادر و پدر و خانواده داغدار، کی این وسط سود برده؟ آخون. کی این وسط ضرر کرده؟ شما، خانوادتو، شمای زندانی. بله میگه های سی پی یو یوزه. دیدیم اوکی، میدونیم دیگه. خب چند تا دستگاه روشنه، سی پی یو هم. راستی این سی پی یو چی میشد؟ حالا مهم نیست،
اونی که میدونیم این سیستم ما حالا برای همه این چیزها اول یه اسم طولانی درست میکنن، بعد این اسم رو کوتاهش میکنن. و اما تروریست بازار کریسمس استراسبورگ در فرانسه، مرز فرانسه و آلمان کشته شد. و دیدم که آقای دادرس قشنگ نوشته بود، نوشته بود با خوب شد کشته شد، چون اینها تا وقتی زنده هستن حتی موقع دستگیری و اینها هم هنوز خطر این که به دیگران صدمه بزنن، زخمی کنن اونا رو، بکشن هست. دوستان عزیزی که اینجا هستید ازتون لطف میکنم، ازتون خواهش میکنم که لطف کنید وقتی ما میخوام خیلی تیتیش مامانی حرف بزنیم، قاشق چنگالی حرف بزنیم، به جای اینکه لقمه رو بزنیم تو دهنمون میزنیم تو چشممون. از شما خواهش میکنم لطف کنید این برنامه ها رو چه موقعی که زنده هست چه بعدن میتونید با دوستانتون شیر کنید، در میان بذارید و نظرات اونها رو هم بخواید. ما امروز گفتیم خب حالا که اینا رو از زندان بلاک آوردیم بیرون، این آقای سیروس کاهن رو هم که شمارش رو داده بود و توی اورگان زندگی میکنه، چون من آدرسشم براش فرستادم، گفتم مردم آدرست هم دادن، اسم خیابونت هم دادن، توی سیلم اورگان زندگی میکنی و اینها، و بهش زنگ بزنم بگم آقا چجوریه، شما اولا چند سال منو میشناسی و چطور شد که یه هفته قبل شما خواهش و التماس و قربون صدقه که من ایمیل شما رو بخونم، همچین که گفتم آقا این ایمیلی که شما نوشتی رادست برنامه من نیست، خودت بیا بخون، خودت هم بخوای بیای بخونی باید پول برنامه رو بدی. یه دفعه ما شدیم مزدور، شدیم تروریست، شما میخوای ما رو به FBI خبر بدی اینها. دیدم نه خیر آقا، بعضیا دو شخصیتی و چند شخصیتی هستن. اینا دیدی که تو مهمونی ها به این اون میگن درود ورود، درود خروج، گفتار نیک، آقا با نمیدونم چدبان چدبان و فلان، اینا یه دفعه تو کوچه یه ماشینی پیچید جلوشون فوش خار مادر میدن، تازه همین ماشینی داره میره، همین مهمونی که اینم داره میره، اینا دو شخصیتی هن. حالا ما ایرانی ها چون همیشه هنر نزد ایرانیان است و بس چند شخصیتی هستیم. دیدم آقا این یه جمله حرف میزنه، یه جمله فوش میده، هی بهش میگم اگه فوش بدی من این مکالمه رو قطع میکنم. میگه خب حالا بذار من یه جمله بهت بگم، شما با آقای ظریف عکس گرفتی؟ میگم اولا نگرفتم، بعدم اگه بگیرم خب حالا چیه، من خاتمی هم اومده بود اینجا، دعوت شده بودیم که بریم رادیو تلویزیونا، من گفتم من به شرطی میام که از اینا بشه آزادانه سوال کنید، وقتی گفتن نه نرفتم، حالا اگه رفته بودم بود ممکن بود عکسم بگیرم، من با جورج بوش احمق عکس گرفتم، با همین ترامپ اگه یه جایی باشه عکس میگیرم، اصلا یعنی چی این سوالی که شما میکنید یعنی چی؟ بعد معلوم شد که این آقای پیرمرد طرفدار سازمان مجاهدینه. میگه نظر شما درباره مجاهدین چیه؟ میگم اولا مگه اینجا سینجیمه؟ تفتیش عقایده. نظر من برنامه‌مو برو نگاه کن، شما چند مدت منو میشناسی؟ میگه من تازه با شما آشنا شدم. گفتم شما تازه آشنا شدی میخوای 20 سال زندگی من این همه بالا پایین تغییر، تند رفتم یواش رفتم اینا رو من برای تو بیام بنویسم؟ آخه چقدر تنبلی، برو ویدیوها اونجا نگاه کن، بعدم دوست داری بیا صحبت کن، دوست نداری گروت گم کن برو جای دیگه. در اصل دوستان کارمون خیلی خرابه و باور کنید من کم کم دارم میفهمم مردم ایران چرا قدم پیش نمیذارن. میگه آقا این آخونده آدماشو کشته، پولاشو دزدیده، آقازاده ها رو فرستاده خارج، حالا دوباره یه الدنگ دیگه میخواد بیاد، به اسم رجوی یا به اسم رضا پهلوی یا به اسم سیروس کاهن، روز از نو روزی از نو، برو آقا گور پدرتون. و واقعا میگن گور پدر من و شمایی که تو خارج هستیم و نشستیم از اینجا فکر میکنیم اینا تلویزیونن ریموت. آقا این ریموت هم که میخوای بزنی باید گاهی وقتی باتریش رو عوض کنی. دوشنبه دو تا مهمون براتون دارم، حالا نمیگم میذارم مژده باشه، و صحبت میکنیم یه مقداری در رابطه با زندانای ایران. شما هم حتما مثل من میگید خب این چیه، یه نفر میگه آقا من 149 صفحه اساسنامه نوشتم، مرامنامه نوشتم تو زندان آقای گنجی، یه نفر میاد میگه نمیدونم شب چوب فلان جامون میکردن، صبح چوب فلان جامون میکردن، یه نفر میاد مثل آقای
فخرآور از زندان تماس گرفته با ریچارد پل، رفتن تو، فکر کنم این ریچارد پل گی باشه، رفتن توی هتل گوچی گوچی کردن، بعد برش داشتن آوردنش اینجا. یکی دیگه میاد مثل امید دانا، بعدن خانمش بار میزنه از ایران، نمیدونم زردچوبه و شنبلیله خشک و اینا رو هم براش میاره. آدم گیج میشه. زندان ایران مرخصی میده، حالا صحبت از زندانهای شاه شد، میبخشیدن، اون بخشودگی بود که اینجا رسمه. اینجا مثل که مثلا یک سوم زندان را اگه کشیده باشه یه نفر، بستگی به شرایطی که در زندان داشته، آدم خوبی بوده، دعوا نمی کرده و فلان اینها، با به اصطلاح به قید اینکه توی جامعه آدم خوبی باشه آزادش میکنن، پولی چیزی هم نمیگیرن، ولی بهش میگن ببین این مثلا 3 سال داشتی، 1 سالشو گذروندی، این 2 سالو بهت میبخشیم، برو آدم باش. اگه آدم نباشی یه جرم دیگه انجام بدی به غیر از اون جرم بهت میدیم مثلا زندان 1 سال، این 2 سال هم میاد اضافه میشه. یعنی بهش میگن معلق، همینجوری میمونه. آقای علی مالک میگه کار ما نه تنها خرابه بلکه درست شدنی هم نیست. من که امیدی ندارم. آقا گفتی، گل گفتی. من روزی که گفتم کارمون خیلی خرابه، یه آقای ایرجی بود اینجا، گفت این حرف رو باید با طلا بنویسن. بعد به من گفت خب شما که میگی کارمون خیلی خرابه، چرا میای تو تلویزیون و با ایرانی ها هستی؟ گفتم یه امیدی دارم که درست بشه. اگه یک روزی برسم به اون نقطه‌ای که بفهمم درست شدنی نیست، این حرف آقای مالک رو میزنم، میگم کارمون خیلی خرابه، درست شدنی هم نیست. تا حالا امیدم اینه، چون یه شعری داریم میگه دلم از این خرابی ها بود خوش، خرابی تا بدانجا کاباد میگردد. تو رو خدا قطع نشی یا وید بلسته، میگی داری خیلی به ما زور میزنی. ما چه زوری بهت زدیم؟ ولمون کن دوستان. اگه این خاموش شد دوباره روشنش میکنم، جایی نرید، همینجا باش. اوکی، خب خودت چیزای دیگر رو خاموش کن، چیزایی که ما نمیخوایم هر روشن گذاشتی، بعد میگی که کامپیوترت خیلی داره زور میزنه. خب میخوای یکشم من خاموش کنم؟ بذار این از این استودیو بیام بیرون، ببرم تون یه استودیوی دیگه. این استودیو برق زیاد مصرف میکنه، پول برقشو ندادیم، ممکنه قطعمون کنن. این یکی چطوره؟ این بهتره؟ عکس باغ و خلاصه. اونایی که آزاد شدید، آقای علی ترابی، آقای سعید کابوسی، دیگران، به من نشون بدید که من اشتباه شما رو تو قفس نگه داشته بودم. شما انسان‌های شریفی هستید و حقتونه که بیرون آزاد باشه. دوباره تا میان اینجا تیسکلنگ نندازین، لگد نزنین که من مجبور بشم اینجاتونو بگیرم بذارمتون کجا؟ توی قفس. دوباره امروز که با شما صحبت میکنم، از این 20,000 نفری که روی فیسبوک ها و ایمیل من هستن، 1 نفر رو هم بلاک نکردم. گفتیم داره سال نو میشه، بلکه یادتونه تو ایران میگفتن خونه تکونی کنید، همه اونایی هم که حمام نداشتن سالی یه بار بالاخره سر سال عید حمام میرفتن. گفتیم ما هم حالا بیایم یه همچین کاری انجام داده باشیم. دوستان عزیز، آقای ارشیا کیا، جوانی که توی این منطقه سالهای ساله، من خودش و خانوادش رو میشناسم، باباش که از 6 سالگی زرت فروشی میکرده، آفرین به این آقای کیا که افتخارم میکنه. اونایی که یه کاری انجام میدن و افتخار میکنن خیلی ارزششون بالا. پسرش هم که از موقعی که جوان بود اینجا دیجی، الان هم ماشاءالله موفق، زن و بچه، ولی باز هم دیجی انجام میده، هم ریلتور هست. خیلی خوش آمدید. و دوستان عزیز، بهتون گفتم که دوشنبه 2 تا مهمان خوب دارم که با یکیشون میخوام یه مقداری از زندانهای ایرانم اگر دوست داشت صحبت کنه و به ما بگی واقعا چه خبره، کی درست میگه. آقای امیر انتظام درست میگفت، آقای امید دانا درست میگه، آقای فخرآور درست میگه. و ما رو میدونید خیلی وقتا هست که شما نمیتونی مثلا بری پاسارگاد رو ببینی، یه نفر با یه دوربین کوچولو، با عکس، با یه دوربین عکاسی میره اونجا چند تا عکس میگیره، ولی چنان برای شما تعریف میکنه. داستانهای شب رادیو یادتونه، و اتفاقا میگفتن رادیو یه مزیتی که بر تلویزیون داره اینه،
تلویزیون این سوربی هر عکسی بخواد به شما نشون میده و دیدید این پشت سر من این استودیو بود، حالا ببرمتون اون استودیو. حالا گوش کنید، گوش نه تماشا کن، پلیر چنده؟ پلیر یک. ببینید رفتیم توی استودیو دیگه، ما هستیم که به شما به اصطلاح فرمان میدیم چی ببینید. ولی میگه رادیو وقتی میگه باغ، اون باغ رو شما میتونی تصور کنی، میتونی یه باغی باشه تو زمستون، میتونی یه باغی باشه تو بهار، میتونی یه باغی باشه تو فصلی که میوه میده، میتونی یه باغی باشه که بابات هم اونجاست، میتونی یه باغی باشه که دوست دختر یا دوست پسرت هم اونجاست. ولی تلویزیون همینه که هست، به خاطر این هست که رادیو هنوز اون محبوبیت خودش رو داره و هنوز اون قدرت خلاقیت و تجسم کردن من شما تو مغزمون رو نگه میداره و مغز ما رو به کار میندازه. در هر صورت اینم ببینیم، این دوستمون دوشنبه یکیشون قرار ساعت 2:30 به وقت نیویورک، یکیشون قرار ساعت 3:30 به وقت نیویورک. 3:30 درباره جبهه ملی، ما نفهمیدیم بالاخره این جبهه ملی ششم چیه. باز براتون راجع به جبهه ملی میخونم بعد از اون موضوعاتی که با آقای بیژن مهر ایران کمیتی فلان صحبت کردیم. بعد نوشتن آقای هرمز چمنارا اگه اشتباه نکنم نوشتن آقا نگید ما تو جبهه ملی کسی نیست، یا 16 نفر یا 26 نفر توی این واشنگتن. واقعا خجالت آوره، نه برای آقای هرمز چمنارا، خب این بنده خدا داره راستشو میگه، ولی برای جبهه ملی خجالت آوره که توی این شرق، میدونید که اول که ایرانی ها آمدن آمریکا بیشتر شرق آمریکا بودن، چون هم نزدیک به اروپا بود و هم تقریبا آب و هواش چهار فصل مثل ایران خودمونه. من یادم داداش من وقتی رفته بود توی شیراز، اون موقع تهران کنسول، یکشون سفارت داشت یکشون کنسولگری، رفته بود گفته بود کجا میخوای بری، اینقدر شکلات بود، گفته بود یه جایی که آب و هواش مثل شیراز باشه، گفته بود بلند شو برو واشنگتن، که بعد از دانشگاه اینجا تقاضا کرده I-20 و فلان اینها گرفت. در هر صورت این واشنگتن از یه لحاظی جمعیتی که داره بیشتر از کالیفرنیا است. میدونم از لحاظ جمعیتی واقعا کالیفرنیا بیشتره، ولی افرادی که اومدن اینجا درس خوندن اینجا موندن، آقای هرمز چمنارا بیشترین ایرانیایی هستن که توی حزبای مختلف، اونایی که کالیفرنیا هستن که یه سریشون اومدن فقط برای پول، یه سریشون شاه اللهیه، الان سم داد میزنه که آقا من شاه اللهی نیستم، من آدمم. خب 16 نفر یا 26 نفر عضو که آقای آریانپور نوشته من اصلا اینو پاک میکنم، خجالت آوره. بعد این چیه جبهه ملی ششم؟ بعدم حالا تازه تو ایران هم منشعب شدن. خلاصه looking good sounds good too. ممنونم. این سعید عزیز میگه که آقا همه چی خوبه، صدا و تصویرم خوبه. ممنون و متشکر. شما میدونید دوستان این صبح شما بلند میشی میای روی وبسایت های مختلف، به ایرانی بهش میگن سایت گردی، یادتون اون وقتا میگفتن جهانگردی، نمیدونم ایرانگردی فلان اینا. به این که شما از نمیدونم یورو نیوز میری صدای آمریکا، از صدای آمریکا میری نمیدونم اون یکی، این بهش میگن سایت گردی. سایت که همین وبسایته و شما هم داری گردش میکنی. حالا احتمالا دوستان افغانی بهش میگن شما داری میچری. اولین بار یادمه یه خانم خیبر بود یا خبیر توی این ESL English as Second Language کمک میکرد به ایرانی ها و اینها، هر جا هست امیدوارم سالم و سلامت باشه، زن بسیار خوبی بود، کمک میکرد، راهنمایی میکرد به اینایی که تازه آمدن نگران هستن اینها. و ایشون به من گفت که وقتی فهمید من با همسرم هستم و دوتا بچه داریم اینها، گفت شما اصلا نگران نباش، خیلی دیگه هم بودن مثل شما، شما اینجا یه تاکسی بگیر برو بچر. من گفتم این چرا به من میگی برو بچر؟ این همین که تاکسی بگیر تو خیابون بگرد مسافر کشی و اینا بهش میگن تاکسی میچرانم. درست هم میگن، چه فرقی میکنه شما اینو میچرخونی یا مثلا گوسفند رو میچرخونی تو مزرعه. خب
اسم ایرانیش وبگردی هست. خب در صورت من اتفاقا تو یه جای ایرانی دیدم نوشته سایت گردی، حالا اگه بشه برات میخونم. البته این سایت و وب و وبلاگ و اینها هی یکی یکی یه کلمه آمد اون یکی اضافه شد، اون یکی اضافه شد، اون یکی اضافه شد، بعضی وقتا این که میاد اون از بین میره. یادتونه بهتون گفتم این فخرآور واقعا یه کلمه برای خودش درست کرده بود، حالا یا خودش درست کرده بود یا از یه جایی یاد گرفته بود، درست میگفت. اسکایپ و فیسبوک رو قاطی کرده بود و میگفت فیسکایپ، راست هم میگفت فیسکایپ. این آقای اسلام شمس وقتی که این ور اون ور دید همه میگن فنگلیش، گفت نگید فنگلیش، بگید فارگلیش، که ف و الف و رش مال فارسی باشه، اون گ و ل و اینها مال انگلیس باشه، ولی وقتی میگین فنگلیش شما یه ف از فارسی برداشتید باقیش رو از انگلیسی برداشتید. آقای اسلام شمس هم همینجا بزرگ شده، یه مریلنده و یه جورایی هم شیرازیه، اسمش هست اسلام انتونی شمس، توی فیلمی هم بازی کرده بود که اونجا هم اون فیلم جایزه اسکار گرفت. اینم از این. ممنونم از تمام دوستانی که اون شعر عربی رو برای من فرستادن، ولی من وقتی که این شعر به دستم رسید هی خندیدم، گفتم ما این همه میگیم حمایت، این دوستان حمایت نمیکنن، ولی وقتی میگیم این شعر یادمون رفته همشون برای ما میفرستن که به ما به رخ ما بکشن که بابا من همسن تو هستم ولی یادمه. اون شعره این بود: انا دیک و من الهندی جمال و شکل و القدی، انا مصلوب و نمیدونم بیتی تصدم، اینجوری بود. ما اینو یاد همینجوری از بر میکردیم و دیگه یاد گرفته بودیم که یه روزی پرندهی دیدم خیلی زیبا بود و فلان اینا اینا. این فلسفه ای که مثلا آخوند میگه شما باید عربی یاد بگیری، ببین من چند سالم بوده، کلاس هفتم، هفت و شیش بگو سیزده، 13 سالم بوده، آقای آسمانی تو دبیرستان احمدی اینو گفته، نیم قرن گذشته، نیم قرن توی مغز ما هست. چرا؟ میگن العلم فی الصغر النقش فی الحجر، رفتیم به عربی، یعنی علمی که شما در کودکی یاد بگیری مثل نقشی که روی سنگ باقی میمونه. اینه که وقتی بچه هستی میفرسن اون مدرسه، نمیذارن یه گاو گنده بشین وقتی شدن 30 سال، بگی حالا میخوای بری مدرسه، بعدم به مادرت میگی حالا به من میگی برم مدرسه، همه یه آدمی شدن، همه یه پخی شدن، من همون آقایی که بودم هستم. اینه که از بچگی شما رو به زور پدر و مادر دلش، خود من یادمه پسرم وقتی رفت مدرسه اون پشت شیشه اونجا گریه میکرد، منم تو ماشین گریه میکرد، ولی با همه اینا چون میدونیم آیندهشه، خوبیشه، سرنوشتشه، این زحمات، این دلشکستگی ها اینا رو قبول میکنی. مثل همون موقعی که میبریش آمپول میزنی ولی میدونی که این آمپولی که میزنه اون داره گریه میکنه، تا هم انگار که این آمپول رو زدن تو قلبت برای اینه که فردا مریض نشه. خب فرستادن شعر و مطلب خرج نداره، مثل قربون رفتن و فدا شدن ایرانی واسه همدیگه است. آها خیلی ممنون خانم زری تناز، شما خودت هم حمایت نمیکنی، یا عکسای قشنگی میفرستی مثل که فرانسه است. اگه اشتباه نکنم اون کلیسا ها رو آمدم اون بالای پشت بوم بالای کوه، جای بسیار قشنگی بود. در هر صورت من نمیدونم، من اون دفعه هم گفتم اقلا برام بنویسید چرا حمایت نمیکنید. خب اگه کسی از من بپرسه من میگم که ما عادت کردیم به سیستم حکومتی دیکتاتورها، در سیستم دیکتاتورها رادیو تلویزیون رو دیکتاتورها پولشو میدن و مردم یاد نگرفتن برای رادیو تلویزیون پول بدن. بهتون گفتم من اولین باری که یکی آمد گفت برای رادیو تلویزیون پول بده تو آلمان بود، اومدن در خونمون رو زدن، گفتیم بفرمان، گفت شما تلویزیون داری؟ گفتیم بله، از اون خوباش هم داریم، هم آلمان رو نگاه میکنیم هم آمریکا رو نگاه میکنیم. گفت ما میدونیم داری، ما میدونیم پولشو ندادی. گفتیم بابا اینها 1200 مارک پول دادیم. گفت نه آقا، او پولی که دادی تلویزیون خریدی، پولی که باید بدی. گفتیم برای چی بدیم؟ گفت آقا ما 60 مارک نمیدونم چی شما باید بدی تا بتونی از این آنتن ما استفاده کنی. گفتیم حالا که ما استفاده کردیم و اینا، گفت حالا چه کار هستی؟ گفتیم آقا ما پناهجو هستیم.
گو آها اگه پناهجو هستی میخوای بری یه کشوری دیگه، شماها پول بده نیستین، بی خودم ما براتون پرونده درست نمی کنیم، برو یه نامه از سوشال سرویس بیار، اونجا میگفتیم اداره سوسیال، برو یه نامه بیار که تو اینجا اقامتت برای اینه که مثل تو فرودگاه شما مثلا از ایران بلند میشه میای هلند، از هلند میخوای بیای اینجا، تو هلند آمستردام شما کسی ازت ویزا و اینا نمیخواد، تو اون قسمت ترانزیت هستی، بعد مستمع آزادی. گفتیم اوکی، خلاصه به خیر گذشت، پول ندادیم. این جواب منه. ولی وقتی اومدم اینجا دیدم، یاد گرفتم یا باید پول کیبل بدی که قرار بود کیبل تبلیغ نداشته باشه، حالا هم از همون پول میگیرن هم تبلیغ به خوردمون میدن، هم تازه میگن سپورت هم کنید، حمایت هم کنید، همون تلویزیون هم چپ و راست هم میگن حمایت کن، این برعکس یه سگی نشون میده میگه پول بده، اون برعکس اینایی که رفتن جنگ نشون میده میگه ما 19 دلار بده، اون برعکس نمیدونم همینجوری چپ و راست. یعنی شما اگر اول برج 1000 دلار در بیاری بذاری، به خودتم بگی من به هر کسی 20 دلار کمک میکنم، روز دوم این 50 تا 20 دلاری رفته و دیگه شما کم میاری. ولی نمیدونم، میگه که Hi, because you talk about jail, I send you the movie called آزاد به قید شرط. فیلم رو دیدم، اگه اشتباه نکنم خیلی خوشم ازش نیومد، یا شاید من نمیتونم با فیلم های الان به اصطلاح ارتباط برقرار کنم. من بهتون گفتم یه دلیلی که من گفتم آقا دیگه من ایران برو نیستم، دیدم ماهایی که اینجا هستیم بعد از 30 سال وجه مشترک نداریم با ایرانیا. حالا ای شما بگو من آنم که جانم به تن، ای مردشور جانتو نبره، ولی داری دروغ میگی. روز دوم که بری اونجا میگه اوه این چه بو گندی میده، اوه اینا چقدر عقب افتاده هستن. ما راحت اینو تو تلویزیون میان میگیم. خلاصه یه فرصت دیگه به این آقای سیروس کاهن میدم که پیام بذاره بگه سوربی من فهمیدم، من میخوام یه پیام 3 دقیقه‌ای برای مردم بذارم، شماره تلفنم هم اینه، پیامم هم اینه، تو اینو پخش کن. ما پخش میکنیم، بارها گفتیم، اصلا نوشتیم، تماشا کنید، نظر بدهید، مهمان برنامه آینده ما باشید، نه اینکه برای من بنویسی من میجر چی پولیتیکال ساینس هستم. خب من شه چربش کن بکن فلانجات، هستی که هستی، برو به ننت بگو برات شلغم ببنده به بازو، یا مثل آقای رضا شاه بود، کی بوده، محمد رضا شاه، نمیدونم دعای انیکاد و فلان به فلانجات ببندن، اونو به فلانجات ببندن. آها راجب شاه یه آقایی به نام، بذارید ببینیم ایشون چی نوشته، میگه من از اون دست ایرانی باریکلا، آفرین. این مثل خواهر گل من، من خواهر نداشتم ولی بعضی وقتا به این اون میگم شما مثل خواهرمی. میگه آقا من از اون دسته ایرانی ها هستم که مفت میخورم، اما این فرانسوی های جلیق زرد ها را که میبینم، افرادی که در تظاهرات نیستند اما خوراک و نوشیدنی واسه تظاهر کننده ها میآورند، من از اون دست ایرانی هام که دوباره نوشتی دستت ممنون و متشکرم. و اما میگه یوتیوب که میگه یه پول بده تا تبلیغ برات پخش نکنیم، والا کم کم منم باید همچین کاری انجام بدم. یه داستانی بود، یه فیلمی بود، چارلی چاپلین بود، وقتی میرفتی یه خیابونی تو اون خیابون اتفاق بدی میافتاد، مثلا لوستر یه فروشگاه میافتاد اینا، بهش پول میدادن که دیگه اینجا نیا. چند مدت پیش یه دوستی که صاحب یه بیزینسی هست تو کالیفرنیا به من گفت آقا آدرس چیه، حساب بانکی چیه، تا من یه حمایت کنم و لازمم نیست برای من تبلیغ کنی. براش نوشتم میدونم میترسی حالا تبلیغ که ما میکنیم هی بهت زنگ بزنن مزاحم وقتت بشن. گفت نه من اصلا احتیاج ندارم، برنامه شما رو دوست دارم، میخوام حمایت کنم. ناگفته نماند که سر شلوغ هنوز حمایت نکرده. و این ماجرایی که شما میگی یوتیوب میگه که بله پول بده تا تبلیغ نشونت ندم، درسته، تبلیغا میاد، میگه شما اگه میخوای بدون تبلیغ ببینی
ماهی 5 دلار، ماهی 4 دلار بده که هی مجبور نشی این تبلیغا رو ببینی یا این دکمه اسکیپ یا بزن بره رو بزن برو رو بخوای بزنی. خب شعر عربی انا دیکو من الهندی جمیل و شکل و القدی. بله یه آقایی برای من نوشته بود که آقای سربی شاه سه تا زبان. من اینو نشون میدم که خانم نیر ببینه بدونه چه کسایی به اصطلاح طرفداران این حکومت سلطنتی یا طرفدار پادشاهی هستن. و اینجا بود اسم شاه، دیپلم هم نداشت. اینو شما ببینید، این آقا اسمش هست حسین شاهکارنیا که به نظر من شما حسین علی، شما این اسم و فامیل ایناتم باید یه جوری حسین علی شاهکارنیا جدا بنویسی که مردم وقتی میخوان بگردن پیدا کنن. حالا مهم نیست، اون مشکل شماست، ولی نگاه کنید دوستان، بذارید من این صفحه رو به شما نشون بدم، ببینه اون آقای کاهنم ببینه که ما اینجا از صبح تا شب با چند تا آدم خوب، با چند تا آدم نادان، با چند تا آدم چی بگی آدم خدا. اوکی اینه، نگاه کنید کمرای دو، ببینید اینو، ببینید این اسمش هست حسین علی شاهکارنیا. برای من نوشته آقای سربی شاه فقید سه زبان بلد بود، فارسی، انگلیسی و فرانسه، و به طوری که همیشه با هویدا به فرانسه صحبت میکرد. اون وقت شما چنین شخصی را میگویید دیپلم ندارد و به ملکه هم اهانت میکنید. بعد از چندین سال آقا این ملکه یک خانم هرزه‌ای هست که با وجودی که باورهای کمونیستی داشته تو ایران پای آخوندها رو باز کرد به دفتر و خودش و به چیز و اینها. بعد حالا شما جالب، ایرانی متخصص نمیدونم، بله میگی دیپلم ندارد، دکتر حسین علی شاهکارنیا اصفهان رادیولوژیست و سونوگرافیر یا گرافیر. آقای دکتر اولا اینجا دیگه چون میخوان مؤدب باشن نمیگن شقیقه چه ربطی به گوز داره، میگن خانم شقایق چه رابطه با آقای گودرزی داره، که بعض وقتا میبینی متاسفانه با وجود که دوتاشون زن شوهر دارن بازم رابطه دارن. عزیز برادر اینجا شما دم هومدیپو برو، کارگره میدوه دنبال ماشینت، به 6 تا زبون بهت میگه که کارگر میخوای، بیا واشنگتن راننده تاکسیش هر کدومش 7 تا زبون زنده و 23 تا زبون مرده برات صحبت میکنه. من نوه ای دارم 2.5 سال 3 تا زبون صحبت میکنه، فارسی رو میفهمه، انگلیسی رو میفهمه، اسپانیش هم چون اونایی که به اصطلاح تو مدرسه هستن کمک میکنن انگلیسی. آخه مرد عزیز، دکتر مملکت من که من باید خاک بر سر کنم، دیپلم نداشتن شاه چه ربطی با زبان دانستنش داره؟ این مردک رو اگر ول کرده بودن تو جامعه 3 سال تو فرانسه ولو بود، 3 سال نمیدونم تو انگلستان ولو بود، 10 سال فلان کشور، هر جای زبانی یاد میگرفت. من به شما میگم $1000 شرط بندی کردم با خانم نیر ایروانی قربانی، همشهری، دوست عزیز، خانم محترم، که خانم این بچه رو انداختن از مدرسه بیرون، بازیگوش بود، پرستار حامله کرده بود، اونجا با پسرها گوجی گوجی میکردن، شوهر خودشو ورداش آورد ایران، پسر رضاش را با خودش برای باباش سوغاتی آورد که بعد این آخونده ورداشتن کتاب نوشتن شاه و شوهرش، همه گفتن آقا اشتباه نوشتید، شاه و زنش و همسرش، گفت نه ما عمدن نوشتیم شاه و شوهرش. حالا من در حضور همه این، در حضور همه این دوستانی که ما رو اینجا تماشا میکنن یا بعدن میبینن، با شما یه شرط میبندم. اول که به شما گفتم نمیدونستم شما تو ایرانی، فکر کردم خارجی، گفتم $1000
شما برو دیپلم شاه بیار، اگه نیاوردی اقلا جوان مرد باش، 100 دلار حمایت کن تلویزیون مردمو. حالا اون 100 دلار میارم به 10 دلار، 1000 دلار به 10 دلار. آخه مرد حسابی، این ملکه هم مثل ملکه زنبورها هست، دیدی به همه میده؟ هرچی سرباز سوارش میشه، اینجا هر کی تو کاخ رد میشده این خانم باهاش بوده، پسر خالش بهش میگه من میرم به مادرت میگم، میره به مادرش شکایت میکنه که این آبروی نداشته شاه رو داره میبره. خانم فرح میاد بهش میگه حالا دیگه تو جاسوس من شدی و من اجازه وسط پای خودم را ندارم. آقای حسین علی خان، آقایی که شاهکار هستی، برو 4 فیلم نگاه کن، برو 4 چیز بخون. وقتی که این آقای شاه از سوئیس میکننش بیرون، 2 مدرسه اونجا عوض میکنه، وقتی میکننش بیرون به باباش میگن این ورد برو این مال نمیشه، باباش عصبانی میشه، چیزی که هست پارتی بازی میکنه، به جایی که اینو بفرسه مدرسه این نظام که اونجا آدمش کنن، میفرستش دانشکده افسری. حالا برو شما ببین چقدر نمیدونستی تا امروز. مثل این سیروس کاهن هست، بهش میگم آقا تو دردت چیه؟ من دارم بهت مثل آدم حرف میزنم، تو هی داری فوش میدی. نمیفهمن، بلد نیستن قانون، بدونی که بدونن بعضی وقتا تهدید میکنن. شما به مجردی که یه نفر تهدید کنی، من زنگ میزنم هم فیفرس کانی پلیس یه فایلینگ ریکورد بهم میده، کیس نمبر بهم میده، هم زنگ میزنم به تلفن اون سیلم توی اورگان که آقای پلیس شما اسمت کیه، شماره چنده، مینویسم، بعد میگم که من در فلان روز زنگ زدم به شما گزارش کردم که این آقای سیروس کاهن من رو تهدید کرده، چوب تو کونت میکنن. اینجوری نیست که هر کسی که شما نشستی تو خونتون پای منقل و پای عرق خوری هی بگی این مزدوره اون مزدوره، بعدم اینقدر وقاحت، یه مشت پیر مرد و پیر زنی که نمیتونن نفس بکشن تا عصا دستشون نباشه، تا 6 قرص نخورن صبح بلند نمیشن، هی زنگ بزنن به این تلویزیون اون تلویزیون تهدید کنن، خفه بشین. کجا بود یه چیزی یه نفر فرستاده بود بعد برای این آقای خوشنودی نشتم، میبینی دلیلی که ما تلفن رو اینجا آزاد نمیذاریم برای اینه. آن یه زن، یه آقای، یه زنی، یه زنکی زنگ زد به برنامه شبخیز، یه خانم بیچاره اونجا اصلا نمیشناسم نشسته بود، بعد به خانم بعد از سلام و احوال پرسی، حالا لابد شبخیزم تو دلش خوشحال که بالاخره یه زنی زنگ زد، چون ما زنا رو میگیم آدمتر از ما وحشی ها هستن. زنه که زنگ میزنه، خانم فلان نمیدونم سهیلا چی چی شما رو باید انداخت رو زمین و فلان کرد، بدبخ این شبخیز اصلا مونده بود که چی بگه. خب نه، جامعهمون اینه. اون آقای شاخنشاخ آمد حزب فقط حزب رفتابیخ، اینم آخونده حزب فقط حزب الله، فردام آقای کاهن میشه ملای ما، احتمالاً ایشون میخواد بشه خاخام مجلس. بله، آقای حسین علی شاهکار نیا در حضور این مردمی که این برنامه رو دیدن، من با شما شرط بستم 1000 دلار بهتون میدم که اگه به من بگی فلان تاریخ اینها این کتاب مدرسه لویزیت یا چیه مال سوئیس شاه دیپلم گرفت و اگر رفتی فهمیدی نرو اسمتو عوض کن، بگو سوربی درست گفت، قشنگ بنویس سوربی من اشتباه کردم، عذر میخوام، اینم 10 دلار. یاد بگیرین پای حرفتون وایسین. آمریکایی‌ها میگن put your money where your mouth is، یعنی اما ما میگیم حرف مفت نزنیم دیگه، حرف مفت بس، اینم همینه یه جورای مسئول. خب سایت گردی رو اون دوستمون گفت وب گردی، هیچ مسئله ای نیست، دوشنبه حتما بیاین، 2 مهمون داریم براتون. به غیر از این که دوشنبه ساعت 4:45 هم آقای پرویز مینویی است، به غیر از این که دوشنبه هم ساعت 12 با دوستان هستیم از کانون آوا و
بنیادها و سازمانها و کانونهای دیگه‌ای که اینها جدا شده از مجاهدین هستن. این احمق سیروس کاهن اگه بشینه صحبتای اینایی که 30 سال رفتن عراق، جوونیشون رو گذاشتن پای این سازمان، بعدن فهمیدن که آقا این سازمان که زن بچهشون رو جدا کرد، بچه ها رو صادر کرد این ورور، با زناشون هم خوابید و رفت حمام و فلان، اینا آمدن صحبت میکنن. اون وقت تو مردک نشستی در اورگان، اورگان یه جای بسیار خوش آب و هواییه، این آقای چیز از اونجا بود، چرا زنین، آقای محسن نادری نژاد. حالا گفتم این شماره 503 یادمه، یکی اون خانمی که زنگ میزد اون دفعه، ما این 503 زیاد اون موقع اریا کدش میومد اینجا. بله، زمان شاه قبل از عید زندانی ها را آزاد میکردن، ما هم امروز هر کسی که بلاک بوده انبلاکش کردیم. شاه 3 تا زبان میدانست، شما میگی دیپلم هم نداشت. این دوستون نوشته اتفاقا به نظر من شاه فارسی خوبی نداشت. بله، احتمالاً چون فارسیش رو از کسایی که پدرش همراهشون فرستاده بوده اونجا یاد گرفته بوده به کارش نیومده، بعد دیده براش روونتره که اون قسمت سوئیس که این رفته بوده فرانسه صحبت میکردن، با هویدا فرانسه، بعدم از اون گذشته با هویدا فرانسه صحبت میکرده که وقتی میگه اینا همه مشت خر عقب افتاده هستن، بگه این آقای حسین علی شاکارنیا به درد ننش میخوره، کسی نفهمه چی میگه. حالا این هورره، این آقای رضا پهلوی از روز اول مادرش این ورور فکر گفت دیگه، گفت مادرت خان کرم بود، بداد از چپ و راست دادن بوده، یه دایه ای گرفتن، دایه فرانسوی بوده، خب لالایی براش فرانسوی بخونه فرانسه یاد میگیره، لالایی براش اسپانیش بخونه اسپانیش یاد میگیره، لالایی براش افغانی بخونه افغانی یاد میگیره، 3 تا زبون بلده. چه غلطی کرده 40 سال، 3 تا زبون 3 تا دروغگو شده، برعکس اون که آقای افلاطونی معلم ما میگفت هر یه زبانی که بدون یه انسان دیگه میشی، یعنی میشی سوربی، اگه تو آلمانی هم یاد بگیری میشی 2 تا انسان. این مردک شده 3 تا دروغگو، به فرانسه دروغ میگه، به انگلیسی دروغ میگه، به فارسی هم دروغ میگه. خب اگر شاه به دانشکده افسری رفت و تمام کرد، لیسانس دارد. عزیز برادر آقا فرخ، شما چرا یه چیزای ساده ای رو هی میخوای به من حقنه کنی؟ آقا دانشکده افسری باید دیپلم میداشت تا بره اونجا، بعدم وقتی رفته اونجا، اونجا هم کار نکرده، باباش رفته یه دفعه دیده همه دارن رژه میرن یا آقا خابیده زیر چادر. من نمیدونم شما چون پدرت ارتشی بوده، شماها یه عشق و علاقه دروغین پیدا کردید که به خودتونم دروغ میگید، بعد تازه لیسانس دانشکده نظام لیسانس نبود، چقدر میرفتن اونجا؟ 2 سال، 2 سال میرفتن افسر میشدن، دیپلم میگرفتی میرفتی دانشکده نظام، 2 سال میشدی افسر، ستوان 2 نمیدونم چی میمد بیرون، اشتباه میکنم 4 سال درس میخوندن که لیسانس بگیرن، میشده مثل فوق دیپلم، اینجا بهش میگن چی؟ اندرگراجویت؟ نه اسوشیت، اندرگراجویت که میشه لیسانس، میشدن مثل فوق دیپلم. بعد کسی که دیپلم نداره که نمیشه فوق دیپلم، این آقا سیکل داشته میشه فوق سیکل. شاهنشاه آریا مهر ما با تقلب باباش فوق سیکل داشته، یعنی یه چیزی بهش دادن، نه دیپلم بوده نه فوق دیپلم بوده نه هیچی، آقا بعض همین هم اینجوری بود، هیچی بلد نبود، هنرپیشه خوبی بود. شما به من بگو هنرپیشه خوبی بود، من میگم باش، هنرپیشه خوبی بود، ای کاش اومده بود رفته بود مثل اون آقای ویگن، مثل اینا، اون توی هالیوود، اون رضا چی بود توی بالاتر از خطر و اینا، رفته بود بازی میکرد، ما هم ول کرده بود بر حال خودمون دیگه، برمیگشتیم دوباره آبله و کچل میشدیم و نمیدونم شپش میزدیم و اینها، این همه نعمات رو به ما نمیداد، آخوندارم به جونمون نمینداخت، تو رو خدا اینقدر اعصاب ما رو خرد نکن، ما دوستت داریم آقای فرخ جان. خب بله، لیسانس علوم سیاسی داره این آقا که بد نیست، یه عکسی از لیسانست بگیر ببینم کدوم دانشگاهی به توی اولاق سیروس کاهن لیسانس علوم سیاسی داده. خب این هم از این، ببرمتون توی پوشه چی؟
پوشه های برنامه زنده. اوکی. خب یه نفر از اروپا زنگ زده، اون روز تو برنامه هم یه دوستی از نروژ زنگ زد. فکر کنم این دوستیه که من میشناسمش، ولی خب آقا این چه نوع پیغام گذاشتنیه؟ ما این همه سال داریم، ببخشید آقا، وقتا میگفتن شما مثل این میمونی که یاسین به گوش خر خوندی. والا اگه یاسین هم تو گوش خر بخونی، بعد یه مدت عرعر که میکنه یه کمی تم یا ریتم یاسین رو داره. شما یه پیامی گذاشتی، بعدم من به اون شماره زنگ زدم، چیزی نبود. حالا ببینیم این 49 مال آلمانه، ببینیم این دوستمون چی میگه. خب بفرمایید. به به آقای کاووس نصیری، اسم آلمان آوردم، اینم مثل جن حاضر شد. خرابی چون که از حد بگذرد آباد می‌گردد. خیلی ممنون، قربانش. بله این شعر مال فرخی یزدیه. خیلی ممنون. خرابی چون که از حد بگذرد آباد می‌گردد. ولی فکر کنم اینقدر چند تا به اصطلاح بیت و مصرع و اینها داره. بله این آقای کاووس نصیری، من با داداشش ارادت داشتم، با داداشاش و خانوادهش، پدرش، خب اینا منو میشناسن که ما از چه خانواده‌ای بودیم، چه جوری زحمت میکشیدیم، چه جوری کار میکردیم، چه جوری با سختی درس خوندیم، بعدم همون تو آلمان هم چه جوری زحمت کشیدیم، حالا اومدیم اینجا. حالا این مردک نشسته تو اورگان میگی که شما مزدورا 40 سال. میگم اوش یابو، وقتی شاه ترسو تو فرار کرد، من جزء نیروی ویژه هوابرد توی شهربانی کاوس ما رو برده بودن توی این، حالا شده برج کریم خان، اون وقتا زندان کریم خان بود، دم میدون قدیم، زندان جدید باز شده بود عادل آباد، این همینجوری پشت شهربانی افتاده بود و شاه از بس بلد نبود، نداشت نیروی ضد شورش، نداشت، هی ارتش درست کرده. آقا ارتش میخوای با کی بجنگی؟ تو که به همه پول دادی، همه دوربرتن، بدبخت مردم بودن باید نیروی ضد شورش. این آخوندا ببین میدونن مردم دوستشون ندارن، چیکار کردن؟ نیروی ضد شورش گذاشتن. شاه میگه همه منو دوست دارن، آنهایی هم که منو دوست ندارن خیلی خرن. اونها هم اومدن گفتن حالا بهت نشون بدیم کی خره، چنان گوشت گرفتن کشیدن انداختن بیرون. میگم آخه مردک کاهن نادان، من مأمور حکومت نظامی بودم، تا روزی هم که انقلاب شده تو هوابرد شیراز بودم. اگه من نبودم، این آقای سرهنگ احمد فرنجاد کیه و اون سرهنگ محمدی رو کشته بودن، من و این آقای کاظم آتشی که فامیل دورمونم میشن، این آتشی ها فامیلمون هستن، رفتیم گفتیم بابا این بدبختا یه مشت آدم از جوونی بدون هیچ تجربه ای آوردنشون، بردنشون یه جا، بهشون گفتن شاه خدا، شاه خدا، شاه خدا. این فکر میکنه شاه خدا هست، ولشون کنین، اینا نفهمن، ولشون کردن. بعد میگم تو پوفیوز که سنت 6 سال از من بزرگتره، تو چی کاره بودی تو ایران؟ شماها انقلاب کردید، نه من. من که بعدش هم وایسادم، بعد دیدم آقا نمیشه، تبعیدم من از اینایی که میگن ما تبعید، ما تبعیدی نیستیم، ما مهاجرین هستیم و اینایی که مهاجرت میکنن آدمای خوبی هستن، چون میبینن جایی که زندگی میکنن بده و نمیتونن اونجا رو خوب کنن، میگه من چرا اینجا وایسم، میرم یه جای خوب زندگی میکنم. آدمای خوب مهاجرت میکنن، میرن جاهای خوب. خوش آمدی آقای نصیری عزیز. خب اینم از این، و ببینم براتون توی پوشه چی گذاشتم. آها اون 47 مثل که مال نروژه. خب سخنی با دوستانی که سلطنت را توصیه میکنن، میگه که شاید نیاز به تکرار نباشد، ضمن این که نقد و بررسی نظرات مطرح شده در جامعه. آها این آقای داوود باقروند ارشد، بله نزدیک فلکه شهرداری، اون پشتش اون وقتا میدون قدیم، شاید شما جوون باشی سنت قد نده، اون پشتش که بستنی فروشی هست الان، اون موقع میدون بود، یک افتضاحی، یک کثافتکاری که بعد میدون رو بردن اون پایین شهر،
و اینجا دیگه بسته شد، بعدم حالا شده موزه، میبینم عکسای رنگی خیلی قشنگ و اینها، این زندان کریم خان زند. اینایی که هی میگن آثار باستانی رو این آخوندها خراب کردن، مردک نادان هر کسی تو شیراز بوده و شاه و اینها، این برج کریم خان زند رو، ارگ کریم خان زند، اینا رو کرده بود زندان. زندانی میشنست روش کاشی های چیز خط میکشید چند روز دیگه زندان دارم. وقتی ما میگیم نادان، حالا آقای امیر حسین لادن تخفیف میده میگه شاه کمدان، نادان بود بابا جون، قبول کنید اگه نادان، بابا پسرش داره میگه، میگه اگر اشکالی نبود که به اینجا نمیرسیدیم که من حالا در به در باشم. اینم از فلکه شهرداری. خب آقای محسن ابراهیمی هم مهمون برنامه ما بوده قبلا، دو سه تا مطلب جدید فرستادن، من اگه بشه در سال 2019، میدونید این از تعطیلات اکتبر مال این بالماسک هالووین وقتی میاد میگذره، بعدش تا میخوایم یک کم جون بگیریم نوبت تنکسگیوین میشه، تا میخوایم جون بگیریم نوبت اون روکوزاری، تا میخوایم جون بگیریم نوبت این کریسمس و این سال نو و اینها میشه، اصلا همین جوری همه چی میره به یواشی. سرما هم که از اون ور، حالا ببینیم از بعد از ژانویه، ببینیم اگر بشه بیشتر مصاحبه کنیم، مهمونای بیشتری بیان، آدمهایی پیدا بشن که این کانسپت یا پایه و اساس تلویزیون آمریکایی رو بفهمن. آقا شما میخوای یک مقاله چاپ کنی، میری پول میدی به روزنامه، اونم بهت میگه یه صفحه بخوای 10,000 دلار، نصف صفحه بخوای 6,000 دلار، یه چهارم بخوای 3,500 دلار، بله چون 4 تا 3,500 میشه 14,000 دلار، ولی بهت میگه همه رو بگیری 10,000 دلار. ما هم به شما میگیم یه ساعت برنامه بخوای 20 دلار، 10 ساعت برنامه بخوای 20 تا 10 دلار بده. خب خرابی چون که از حد بگذرد آباد میگرده، این شعره رو بزن به چیز، اون متن کاملشو اینجا بنویس. آقای خلوتی هم یکی از دوستان خوب ما هست از استان فارس، بله اون خنج و لار و لامرد و اینها، من دوستان زیادی داشتم، یکیشم آقای علی آقای اکبر حسینی بود که رفته بود یه دستگاهی اون موقع خریده بود که بس میکرد به ماشینت 4 تا سلند و فلان اینها، بعد بهت میگفت که حالا مثلا این ماشینت روغن سوزی داره و اینها، میگفتیم خب بابا اون که از دومش هم داره میاد بیرون. زکایی مجله جوانان شماره موبایل، دوستان این وقتی ما بگیم آقا یه مجله هم هست اونجا، وقتی ما میگیم یه روزنامه هم هست اینجا، دیگه باقیشو شما برید دنبالش، مثل دانشجو عمل کنید، مثل این تیله گنجشکا عمل نکنید که ما باید همه چی رو بجویم بهتون بدیم. طرف میگه کدوم مجله من میتونم زنگ بزنم، میگم جوانان آقای مهدی زکایی، شمارهش چنده، میگم ای اسمش چیه، ای حالا شماره موبیلش هم بده. عزیزم من که سکرتر تو نیستم اینجا، عجب ملتی هست. این آقای علی مالک درست، آقا کارمون درست شدنی نیست، هی ما میگفتیم امید اون به این جوونهاست، جوونها هم میبینیم نخه، یه مش از ما تنبلتر، فقط راه کار نکردن و زود رسیدن به مقصد و اینا رو یاد گرفتن. بریم توی تودی و میگه گل محمد، بله گل محمد ساله یا صلاح طرفدار نابینای لیورپول را چهره روز شبکه‌های اجتماعی کرد. آقای کرنی در توضیح پشت صحنه این تصویر گفت که من ابتدا تصور کردم که سادیو من وینگرز پول گل را به ثمر رسانده، ولی پسرموی هم گفت که اجتماع این فوتباله، که من اصلا دنبال فوتبال اینها نیستم. میگه که نه هر کس کوه کن شد در جهان فرهاد میگردد. بله این شعرها خوب آدم بدونه. اعتراض مردمی به قانون بردگی در مجارستان، باورتون میشه مجارستان قانون بردگی هنوز توش هست؟ احتمالا این مسلمانایی که اونجا هستن اینها این را انداختن، نمیدونم. معترضان قانون بردگی در بوداپست پایتخت مجارستان با پلیس این کشور درگیر شدند. و اما این بیچاره‌ای که گفتم، خب شما آخوند، شما رو میدونی، شما وقتی میری زندان خود به خود خوراکت کمتر میشه قانونا. حالا بگذاریم این آقای کوهن میخواد بره زندان
نه این سیروس کوهن احمق، این ممکنه بعدن اگه این خریتشو ادامه بده بعدن بره زندان، ولی اون مایک کوهن یا مایکل کوهن و نخست میگم نخست وزیر وکیل این شارلاتان و شیاد ترامپ 3 سال به زندان دادن، از نیویورک باید بره 70 مایلی اونجا خودش معرفی کنه. زندان های اینجا نوعای مختلف داره، یه زندانی هست بهش میگن وایت کالر، این کالر یعنی یقه سفیدا، لباس سفیدا، لباس سفیدا یعنی جرمای اداری انجام دادن، بلو کالر اینایی که بدبخت ملت معمولی. بعد زندان اونا فرق میکنه با زندان اینا، زندان اینا بعضیاش حتی درش وازه و میگه خب اگه این عمر رفت بیرون میفهمه زندانش زیاد میکنیم. به اینا میگن مینیمم سکیوریتی، یعنی از لحاظ امنیتی درست حتی سین خاردار بالا میبینی و اینها و میتونن وازی کنن اونجا، کتابخونه دارن، خوراک بخرن. بعد میگه اینجا کلیمیا یک خاخام گذاشتن اونجا، یک چی بهش میگن که خوراکاشونو براشون کوشر یعنی حلال حرام کنه و اینها، این داره میره اونجا زندان. این هم از این ماجرا. ولی این آقای زندانی، این بیچاره، من صدای مادرش هم شنیدم و واقعا ننگ بر دیکتاتور. حالا این دیکتاتور چه شاه باشه، چه شیخ باشه، چه آقای سیروس کوهن باشه، چه آقای مجاهد باشه، چه من باشم و چه شما باشی، ننگ بر دیکتاتور. واکنش آمریکا به مرگ زندانی سیاسی در ایران، گفته که دروغگو کیست؟ وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به مرگ یک زندانی سیاسی به طور تلویحی رهبر ایران را به دروغگویی متهم کرد. وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر که در زندان لنگرود قم، من لنگرود همیشه فکر می‌کنم مال شماله، دست به اعتصاب قضا زده بود، روز چهارشنبه درگذشت. اولا این مادرش میگه که این اعتصاب قضا کرده بوده، گفته بوده منو از قم بفرستین تهران، چون اگه من زندانی سیاسی هم میخوام با زندانی های سیاسی باشم و نمیخوام با این دزد و چاقوکش و اینا باشم. آقا شما وقتی زندانی میشی شما تصمیم گیرنده نیستی، اصلا یکی دیگه از تنبیهات زندانی شدن اینه که یه نفر دیگه برای شما تصمیم بگیره و شما رو خرد میکنن، میگن ببین شما، ما نمیذاریم حتی برای نهار تصمیم بگیری، نمیذاریم برای شام تصمیم بگیری، ما بهت نمیگیم کی تو نمیتونی تصمیم بگیری کی بیدار باشی کی بخوابی. اون وقت طرف بنده خدا اعتصاب قضا کرده، من میخوام برم تهران، اونا هم از خدا خواسته گذاشتن همه چیش داغون شده، بردنش بیمارستان. اونجا هم بیمارستان ارتش چی بود که دیگه بیمارستان زندان چی میشه. اینا واسه بله، میگه در واکنش به این رخداد مهدی کاهه، دادستان عمومی انقلاب قم، دادستان عمومی و انقلاب قم، هنوز آخوندها تو انقلابن، هنوز این سیروس های کاهن احمق توی ضد انقلاب و نمیدونم مزدور و فلان، یعنی ما بدبختی چوب دو سر طلا شدیم، و از اون ور با آخوندها باید سر کله بزنیم، از این ور با این احمقا، یه سری شاه اللهی یه سریش مجاهد، که حالا من این فکر کردم شاه اللهی امروز صبح معلوم شد مجاهده. خب اسم زندان در قم لنگرود است. آها اسم زندانه رو گذاشتن، چه اسم مسمایی، اسم زندانه رو هم بذارید قم پدر سوختا، که هر کی میگه کجا زندانی بگه قم. بله، آقای کاهه به رسانه های ایران گفته است که آقای نصیری پس از 7 روز بستری در بیمارستان به دلیل عارضه کبدی فوت شده و مرگ او ارتباطی به اعتصاب قضای او نداشته است. البته شما میدونید اعتصاب قضا خشک داره، خیس داره، وقتی اعتصاب قضا چی میکنن بالاخره یه از این چیزها صدمه میبینه. البته این میگه نه کار به این نداشته، حالا ببینیم چی. نمیدونم مرد، آقا این مرد، یکی دیگه هم رفت، شما فکر بعدی باش، بشین توماراتو برای بعدی حاضر کن. هیچ کاری نه من کردم نه شما میکنین. آقای کاهنم نشسته عرق میخوره شبا، فکر میکنه داره خیلی کار میکنه. تریزا می در نشست رهبران اروپا گفت مذاکرات مجدد درباره برگزیت امکان پذیر نیست. اینم حالا که دیگه خودش رو
تایید کردن دیگه، حالا میخواد چیز کنه. و ببینید خاک بر سر اون سیاستمداری که بیاد تو مجلس بگه به شما امروز به من رأی بدین، من قول میدم دفعه دیگه نیام انتخابات، یعنی اینقدر بدم. خب اگه بدی گورتو گم کن همین الان بر. رئیس حزب کارگر بریتانیا به یورنیوز گفت توافق تریزا می در پارلمان رد خواهد شد و اما توافق آتش بس در بندر حدیده یمن ایران و عربستان استقبال کردند. اردوغان هم گفته در صورت باقی ماندن نیروهای کرد در منبج یا منبج حمله خواهیم کرد. همه میخوان حمله کنن، هیچ که نمیخواد جنگا رو تموم کنه. بله اینم از این. آها دوستان، به فارسی بنویسید توی گوگل شاه دیپلم نداشت، یه ویدیوی میاد که من بعد از اینکه آقای آریان پور به استناد تاریخ و اسناد ثابت کرد شاه دیپلم نداشته، بعد از اینکه سرهنگ عقیلی پور به استناد و مدرک و سند ثابت کرد شاه دیپلم نداشته، بعد دست به دامن آقای کی شدم؟ اجازه بدین اسمش براتون پیدا کنم، که ایشون طرفدار پادشاهی و انقطاع، آقای ناصر انقطاع، دکتر ناصر انقطاع، آقایی که شما هم خود دکتری تو ایران. ببینید چی میگه. میگه شاه هم ترسو بود هم دیپلم نداشت. و یه چیزی رو من امروز چون اینو گوش دادم، گفت شاه هیچ وقت اسم خمینی رو نیاورد. خیلی جالبه ها، میگه شاه از بردن اسم خمینی هم میترسید، وحشت داشت. اصلا اسم شاه، شاه چمدان به دست بود. خب طرفداراشان که دستمال به دست است. بله خیلی ممنون. آقای مهران احتشامزاده، هنرمند خوبمون از آلمان، میگه درود آقای سوربی، خوشحالم که میبینمتون، چند وقتی نبودم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی ممنون، ما هستیم، خوشحال هستیم که شما هم هستید. و بله داستان اینه، آقا یه کسی که میاد میگه که این سوربی مثلا متخصص برق نیست، شما نگو اگر متخصص برق نیست پس چرا فارسی میتواند بخواند. آخه اون چه کار این داره؟ شما الان هر ایرانی نگاه کنی 3 تا 4 تا زبان رو میتونه صحبت کنه، 2-3 تاشو خوب خوب، 2-3 تای دیگر رو دست و پا شکسته که بتونه اگر کار داشت، کارگری اومد، اینا انجام بده. سلام، احوال پرسی، اینو میخوای، اونو میخوای، اینا رو بتونه رفع و رجوع کنه. خب دوستان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم. ایشون پژوهشگر هستن، نویسنده هستن، کنشگر سیاسی هستن، از بنیاد اندیشکده. و من سعی میکنم در حین برنامه ایشون اون وبسایتشون، فیسبوکشون، اینها رو نشون بدم. شما اگر سوالی، پرسشی، نظری، چیزی دارید با خودشون مستقیم تماس بگیرید، این بهترین کاره. اگه وقتی تماس میگیرید اشتباهی میشه، 2-3 روز صبر میکنید، جوابی نمیگیرید، اون وقت با من تماس بگیرید، من ازشون میپرسم. مثلا این دوستمون میگه آقا من صبح زنگ زدم آقای زوکایی نیستش. میگم آقا اینجا 7 صبح، توی کالیفرنیا 4 صبح، خود بنده خدا تو خونش خوابه، این شماره دفترشه، این شماره مجله جوانانه، شما به خودت زحمت نمیدی این تلفن تو ورداری روش بزنی بگی که الان چه ساعتی هست در فلان جا. بله آقای اکبری میگه شاه هیچگاه هم اسم مصدق را نبرد، همیشه میگفت آن مرد. خب بفرمون، آفتاب آمد دلیل آفتاب. آدمای ترسو اینا. فان دیروز با یک صحبت میکردم، گفت آقا من اینی که شما اسم تلویزیونا رو میبری، اسم اشخاص رو میبری، ویدیوهاشو رو میگی، آقا شما اگه آقای اکبری شما ویدیوی آقای مشیری رو دوست داری، ویدیوی آقای مشیری رو ما اینجا نشون میدی. گفت این نشون میده که شما اعتماد به نفس داری، از هیچ کس وحشت نداری، به اینی که هستی افتخار میکنی، اونای دیگه
میگه من میخوام مثلا باهاش صحبت کنم، اول میگه آقا اسم هیچ تلویزیون دیگه ای رو نبری یا اسم هیچ کسی نبری، یا بعد 5 ثانیه 10 ثانیه دیلی دارن. یعنی شما اگه یه حرفی زدی اون دکمه رو فشار میده اون حرف شنیده نشه. ما اصلا اینجا نه دیلی داریم نه پیلی داریم، بی شیل پیله بی دیله میله. اینم از این ماجرا. و اما ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. بدون شر، این خیلی قشنگه، میگه که میدونید که میندیستن و میندازن تو جوراب و برای نمیدونن سانتا کلاس شکلات و این چیزا میذارن، شیر میذارن، بعد بهش میگن چی میاره براشون. اینجا نوشته که دیر سانتا، آقای پاپا نوئل، بابا نوئل، آقای سانتا کلاس، نوشته که من هیچی نمیخوام. بذارید براتون اینو بزرگترش کنم. بله، میگه All I want for Christmas is a new president. تنها چیزی که من میخوام یه پرزیدنت جدیده. اینم برای اینجا. اصلا ناراحت نباشید، در دست اقدام است. پرزیدنت ترامپ وضعش خیلی خرابه الان. تا حالا هی داد میزدن خب آقا این خرابکاری هایم کرده مال موقعی بوده که کاسب بوده، تجارت داشته، ولی بعد که شد رئیس جمهور که این کارا رو نکرده. چرا؟ برای اون مراسم سوگند یاد کردن که اینجا بهش میگن اینگوریشن، فکر کنم تو ایرانی بهش میگن تفویض، نمیدونم چی بهش میگن. 110 میلیون دلار پول بی حساب آمده زیر دست پای اینا. الان این عروسک خانم زنش هم یواش یواش داره گندش بالا میاد. محبوبیت زنش از 50 خورده آمد پایین، چون مردم فهمیدن این هم یه موجود کثیفیه. این هم همینی که سوربی میگه، اگه این کثیف نبود نمیمد با یه آدم اینجوری پلیدی زندگی کنه. پریشب پسر ترامپ با این دوست دختری زنش طلاق داد، دست این دوست دختره رو میگیره که درش که باز کنه انگار که در گاله باز شده. این ور اونور بوده، بهش گفتن بابات بهت چی کادو داده، گفته بابای من انقدر خسیسه که چیزای مال پارسالی که ما بهش دادیم برمیگردونه به خودمون میده. دیشب مسخرهش میکرد طرف، گفت تو اینو میگی بابات آلت تناسلی مال ننتو به ما برید، میگفت که پینسشو به اونای دیگه هم داده. خب این انقدر خودش آورده پایین. و آقای سیروس کاهن، شما خجالت نمیکشید دنبال روی یه همچین آدم بی شخصیتی هستی؟ خب دوستان عزیز، ساعت 2:55 است. بذارید ما وسایل رو آماده کنیم و منتظر آقای لادن بشیم تا ایشون بیان و در مورد هر به اصطلاح تاپیک یا موضوعی که یا خودشون فکر کردن یا شما دوستان ممکنه از قبل به اصطلاح تماس گرفته باشید، ایشون صحبت کنه. این اسکایپ هم گاهی وقتا همون تا باز میشه میگه میخوای آپدیت کنم، میگیم نه آقا ما فعلا میخوایم ازت استفاده کنیم، آپدیت رو بذار ساعت 2 بعد از شب که ما خوابیم. خب حسین علی شاهکارنیا رو گفتم، اینم مثل اون خواننده است اسمش شاهکار فلانه. من گفتم والا من نمیدونم کی میاد اسم بچهشو بذاره شاهکار. مثلا تو دنیا اومدی بعد بابات نگاه کرد بعد گفت آقا این قیافش مثل شاهه، اسمشو میذاریم شاهکار. خب ملکورا ورانو، Who is this؟ نه خانم ولمون کن، بلاک بابا، برو دنبال کار. اوکی، ریپورت ابیوز فرام دیس بورد، بلاک. بله، آقای کوروش زعیم هم که طبق معمول می نویسن، کارگران خوزستان اونجا می نویسن، اینجا هم آقای بیژن مهر هر اتفاقی می افته اینا فکر می کنن که جبهه ملی این کار رو در ایران انجام داده. به من میگه آقای صحبی شما نمی بینی 40 سال گذشته؟ میگم 40 سال گذشته چی کار کردین؟ شما 4 تا برنامه گذاشتین، 4 نفر آمدن بیرون، 6 نفر دستگیر شدن. یعنی به جای اینکه آخوند بره بگرده دنبالشون، بره شیراز و بره بلوچستان پیداشون کنه، شما اونا رو آوردین تو خیابون با آقای آخوند گفتی آقا بگیرش. ایداد بیداد،
ای داد بیداد. خب بذارید من این صدای این میکروفون رو هم برای آقای لادن تمرین چیز کنم. دوستان عزیز اگه میخواین یه استدیوی خیلی کوچیک و نقلی داشته باشین، من میتونم از طریق کامپیوتر و راه دور و اینا هم براتون درست کنم، همین سیستمی که ما داریم، خیلی ساده، خیلی ارزون. و البته این روزا بهتون گفتم انقدر ساده هست، با یوتیوب، با هر پروگرامی که بگید، اینستاگرام، با اینه که میبینی هر کسی از تو خلای خونش هم برنامه اجرا میکنه. ولی اگه میخوان یک کمی آقا کجای کاری؟ 16 اکثریت آرا آورده، هم شاه هست، هم رئیس جمهور است، هم هرچی شما بگی. آها این یه فیلمی برای من فرستاد، یه مردک دیوانه میاد میگه دیگه تموم شد، دیگه 16 رو همه دنیا قبول کردن، یعنی ایشون الان اگه بره تو هر مجلسی همه میگن بله. بعد خود احمقش بلا فاصله میگه البته 16 گفته هرچی مردم بگن. میگم آقا شاید مردم گفتن ما میخوام یه سفور تو خیابون، این میره سفوری کنه، پس دروغ میگه. ای داد بیداد، ای داد بیداد، که این ورمون آقای کاهن، اون ورمون اون احمق آقای لادن. پیدا کنیم 16 دیگه دوران بازنشستگیشه. آره اون وقت حالا نشستش باز بود، حالا دوران بازنشستگیشه. خب 2:59 رفتیم که بریم و من این تنظیمات رو انجام بدم. کپچر چی شد؟ آها حالا درست شد، بسیار عالی. این باید به آقای لادن بگم هر وقت این آفیستون رو نخواستید به من بگید، من بیام از اونجا بکشم با یک کامیون بیارم اینجا. خیلی چیزاش قشنگ و به اصطلاح همه چیز ردیف و خوشگل و زیباست. خب دوستان عزیز، همون جوری که روز چهارشنبه بهتون گفتم 99% آقای لادن با ما هستن، امروز بهتون میگم که 100%. اجازه بدید من آقای لادن، سلام به شما، خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالم که این هفته با ما هستید. من بدون هیچ اتلاف وقتی میکروفون رو در اختیار شما میذارم تا شما هر موردی، تاپیکی، موضوعی، مسائل روزی رو که با دوستان بخواید در میون بذارید، به اصطلاح بتونید این کار رو انجام بدید و سکان این کشتی در دست شماست، ما رو ببرید به ساحل اطلاعات آگاهی. ضمناً یه فیلمی از شما دیروز نگاه میکردم که با تلویزیون دیدگاه آقای کوروش عرفانی داشتید و به خودم امیدوار شدم، دیدم شما صحبتهایی که میکنید، من از صحبتهای قبلی شما چیزهایی یاد گرفتم که اونجا میتونستم به اصطلاح خودم رو آزمایش کنم. در صورت ممنونم و دوستان دقت کنید، توجه کنید، در حین برنامه ایشون من وبسایت اندیشکده رو می‌نویسم، ایمیل ایشون رو هم می‌نویسم و فیسبوک ایشون رو هم نشون میدم. اگه خواستید تماس بگیرید از اون سه طریق تماس بگیرید، اگه اشکالی بود با تلویزیون مردم به وسیله تلفن، به وسیله ایمیل، به وسیله فیسبوک تماس بگیرید، ما ترتیب تماس شما رو با آقای لادن میدیم. آقا خوش آمدید، بفرمایید. از سپاس با شما و بینندگان تلویزیون مردم و هممیهنانمون. در مورد کتابخونه، من حاضرم کتابخونه رو در بست براتون بفرستم به این شرط که شروع کنین به خوندن کتاب ها. عجب. و اما در آمریکا رسمه که در پایان سال یک مروری میکنن بر آنچه در طی سال انجام گرفته. ما طی سال گذشته نکات مهمی از فرهنگ میهنمون و تاریخمون رو با هم مرور کردیم و برای روشنگری و مشکل کردن روشنگری و این مشکلات رو بردیم زیر ذره بین که شفافش کنیم.
میخوام و این گفتگوهای سال گذشته ما با معرفی کتاب خداسالاری و درماندگی شروع شد. کتاب خداسالاری و درماندگی نزدیک به 5 سال پیش منتشر شد و 4 بخش داره که چارچوب اندیشکده آگاهی و شناخت. این 4 بخش عبارتن از چگونه بودیم، یعنی دیروزمان، چگونه هستیم، امروزمان، چگونه ما شدیم، یعنی چه عواملی ما رو چنین کردن، چگونه می توانیم باشیم، یعنی فردایمان را بسازیم. عنوان دوم گفتگومون بود پرسش چه باید کرد، سوم جهل و خلافات مذهبی، چهارم یا بعدیش واقعیت انکار ناپذیر پرسش چه باید کرد. و همینطوری فقط عنوانها رو با اتون مرور میکنم چون فکر کنم بد نیست آدم بدونه چه گفتیم. بعدیش بود چرا به عقب افتاده ترین قشر جامعه یعنی ملاها میگیم عالم، چرا در قرن 21 قرن کامپیوتر و تسخیر فضا چنین قشری بر ما حاکم هستن. و بود درجات فهم روشنفکری، اتحاد برای براندازی، 106 سال روز مصدق، 4 عامل عقب افتادگی، براندازی و جایگزینی، سیاست اسرائیل در منطقه، آموزش و پرورش، منافع شخصی یا دین و ایمان مردم ایران، حکومت مردم سالار، دشمن داخلی و خارجی، بعد از دموکراسی چگونه از باز تولید استبداد جلوگیری کنیم، به سوی تمدن بزرگ شاه، همه چیزدانی ما، چه نوع کشوری می خواهیم، برای ساختن یک جامعه سالم چه باید کرد؟ دید و برداشت مهدی بازرگان از انقلاب 57، تیمورتاش، رضاشاه و نقش انگلیس، شعار رضاشاه روحت شاه، برپایی اندیشکده و بالاخره 2 هفته پیش حسین فاطمی را چرا تیرباران کردم؟ طی این گفتگوها، اینا تیترای گفتگوهایی بود که داشتیم، طی این گفتگوها دیدیم که در 100 سال گذشته ما 2 بار انقلاب و 1 بار یک نهضت سراسری ملی داشتیم. انقلاب مشروطیت، نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقلاب مردمی 57. در هر سه حرکت نخست پیروز شدیم، ولی کمدانی روشنفکران و مدعیان رهبری، عدم آگاهی و خرافات مذهبی این حرکات رو به انحراف کشوند و ما رو با ناکامی و شکست روبرو کرد. 2 بار طی این 100 سال گذشته در میهنمون کودتا انجام شده به وسیله بیگانگان. اولین کودتا توی سال 1299 بود که انگلیس برای اجرای قرارداد تحت الحمایه کردن ایران و تغییرات و تمدید قرارداد نفت، سدزیا و رضاخان رو سوار کار کرد. کودتای دوم بیگانگان در میهنمون کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد بود که شاه فراری رو بار دیگر به سلطنت گمارد. هر 2 کودتا با یاری مزدوران داخلی و ایرانیان کمدان و گمراه همراه بود و تونست عوامل دست نشانده این خارجی ها، این بیگانگان، تونستن عوامل دست نشونده خودشونو بر ملت ایران سوار کنن. یعنی اگر ایرانیان مزدور و گمراه همراهی نمی کردن، بیگانگان موفق نمی شدن. و این در
اسناد CIA موجوده. و اما پرونده این 100 ساله نمایانگر این بود که تنها بیگانگان، کمدانان و مزدوران و گمراهان نبودن که ما رو به چنین روزی انداختن. دو تا عامل اصلیش حکومت‌های خداسالار و خودکامه ما بودن و دومیش جامعه عقب مانده روحانیت، که این دو گروه نقش اساسی داشتن در روزی که ما امروز هستیم، در این روزگاری که امروز هستیم. ما همیشه در مقابل سلطنت رعیت بودیم، یعنی حق و حقوقی نداشتیم، و در مقابل مذهبم که امت، یعنی نیاز به قیم و آقا بالا سر داریم. به خاطر این موضوع یا در این راستا سلطنت و روحانیت منظورمونه، اینا برای اینکه بتونن سوار کار باشن با دانش نوین همیشه مبارزه و مخالفت کردن و از سوی دیگر سعی کردن که خرافات و موهومات رو در جامعه جاسازی کنن. یعنی من بهش اشاره میکنم، میگم مشغول گوسفندسازی بودن. و اما اندیشکده آگاهی و شناخت برای مبارزه با حکومت‌های خداسالار و خودکامه و جامعه روحانیت عقب افتاده و خرافاتی و در ضمن برای مقابله با کمدانی و موهومات مذهبی، با باور به ارزش و اعتبار انسان کارش شروع کرد، یا میتونیم بگیم پا به عرصه وجود گذاشت. باور اندیشکده اینه که خردگرایی حکم میکند که امروز در این زمان همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشد. حکومت کشور، قوانین جامعه، سیستم اقتصادی، آموزش و پرورش، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و پیشرفت انسان باشد. یعنی مردم در درجه نخست باید باشد. و در ضمن اندیشکده باور داره که تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی دولته و آزادی سخن مهمترین و نخستین وظیفه دولت. حالا میرسیم به یه نتیجه گیری و پاسخ به یک پرسش اساسی و سرنوشت ساز. برای رهایی خودمون و نجات میهنمون چه باید کرد؟ اندیشکده با اتکا به این باور که رهایی مردم و نجات ایران نه در اصلاحات رژیم فقاهتی، نه در رفراندوم عوام فریبانه، نه در دوباره سازی سلطنت، نه در یورش نظامی و نه در ظهور یک قهرمان ملی است. و اینکه آلترناتیوی که مرتب در موردش صحبت میشه یا جایگزینی، نه سلطنت و نه مذهب، بلکه یک حکومت مردم سالاره، یعنی قانونمندیش از مردمه و مسئولیت و پاسخگوییش به مردم. ما اسم این حکومت مردم سالار رو گذاشتیم جمهوری دموکراتیک ایرانی. حالا ببینیم این یعنی چی؟ اولا جمهوری از دید ما یعنی تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی دولت، این جمهوری. دموکراتیک، ما این جمله رو از آبراهام لینکلن قرض کردیم. ایشون فلسفه سیاسیش این بود که حکومت باید از مردم، به وسیله مردم و برای مردم باشه. این تعریف
دموکراسیه. و اما ما یه هدفی به این اضافه کردیم و اون هدف اینه که ما میخواییم در جامعه موقعیت برابر اجتماعی وجود داشته باشه، یعنی همه کاملا در اجتماع مساوی و برابر باشن. و اما گفتیم جمهوری دموکراتیک ایرانی، این ایرانی یعنی چی؟ این واژه ایرانی اینجا برای چیه؟ دو تا دلیل اصلی داره. یکیش این که بذارن اول معنیشو بگم بعد با هم دیگه نگاه کنیم چیه. علتش اینه که ما میخوایم این جمهوری دموکراتیک در چارچوب فرهنگ ایرانی باشه، نه بر ضد فرهنگ ایرانی یا مثل رژیم فقاهتی بخواد فرهنگ ما رو کمرنگ کنه. و گفتیم دو تا دلیل داره. و دلیل دومش اینه که همینطور که میدونین الان یه عده‌ای دارن سینه میزنن که بعضی از استانهای کشور رو با کمک بیگانگان و با پولی که در اختیارشون میزنن از ایران جدا کنن، یعنی جدایی طلب هستن. و ما اینکه آخرش میگیم ایرانی، میگیم جمهوری دموکراتیک ایرانی، اون یعنی ایران یک پارچه، یعنی تمامیت ارضی. و اما در چنین حالتی ما نیاز داریم که یک جبهه مشترک، یعنی در امروز به خاطر اوضاع بحرانی میهنمون، به خاطر گرگهای گرسنه‌ای که منتظرن ببلعن، ما نیاز داریم که یه دونه جبهه مشترک به وجود بیاریم و گرد برنامه جایگزینی و دولت موقت. یعنی این میگم گرد برنامه، یعنی ما گرد یک شخص و یک بت نه، گرد یک ایده و یک برنامه بعد این جبهه رو تشکیل بدیم. برای اینکه طی این دوران گذار یه شورای رهبری به وجود میاد که میتونه برنامه جایگزینی رو گام به گام پیاده کنه تا مردم این آمادگی رو داشته باشن که حکومت مورد نظر خودشونو و رئیس جمهور مورد تایید خودشونو انتخاب کنن. این یه مروری بود به آنچه در سال گذشته در گفتگوهامون ارائه شد، به این امید که گام مثبتی بوده در روشنگری. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. وقتی شما گفتید که در آمریکا رسمه که آخر سال برمیگردن و یک نگاهی میکنن به کارهایی که انجام دادن، تو ایران هم یه چیزی میگفتن بیلان سالیانه اگه اشتباه نکنم. ولی سوال من از شما اینه، امروز 14 دسامبر، ما هنوز قرار هست با شما باشیم هم 21 هم 28. به من نگید که قراره یه سفر طولانی برید و از الان داشتید ما رو آماده میکردید. نه، من اتفاقا تلاشم اینه که این هفته که میاد، نه هفته بعدی، در خدمتتون باشم. بله، خیلی ممنون. یعنی آرادی داری میگی هفته آینده نیستید با ما؟ نه، همینطوره. خب، آقای اکبری از آلمان می نویسن که جناب لادن، متاسفانه مشکل از خودمان است. حتی در یک جمع کوچک سعی می کنیم یک نفر از همان جمع را به مرحله خدایی برسانیم. به صورت سراسری هم نگاه می کنیم، تاریخ نشان داده که خودمان همیشه خالق دیکتاتورها بوده ایم. احتیاج به مثال نیست، شما خودتان بهتر از من می دانید. ما می دانید. در رابطه با اون صحبتایی که شما کردید، من هم میخواستم همینو بگم که این برنامه ها خوبه، وقتی هم گفته میشه همش به نظر خوب میاد، ولی به پای اجرا که میرسه یه نگاهی به خودمون میندازیم، میبینیم که اونجایی که قرار ما این کارها رو انجام بدیم میبینیم نمیخونه، یعنی یاد نگرفتیم. حالا باز شما هی تاکید میکنید روی فرهنگ ایرانی، ولی توی این فرهنگ ایرانی تو هیچ زمانیش دموکراسی کار نکرده. اصلا تا بوده و نبوده، یه نفر قلدر بوده، یه نفر زورگو بوده، بعد تازه الانم که مردم زیر دست یه حکومت جانی و زورگو و قلدر هستن،
تازه میان میگن اون قلدر قبلی بهتر از این بود و اون ضرب المثل صدر احمد به کفن دوز اولی رو اینجا به اصطلاح آدم میتونه حس کنه. ببخشید من چون آقای مانتی فاطمی هم از انگلستان اینجا هستن و ایشون دوستی هستن که در رابطه با منفیگرایی من شکایت کردن و یکی از دوستانی هستن که منو سالها میشناسن، نظر شما درباره این که خب مثلا اینجوری باشه ما تمام معلم‌ها رو باید بگیم اینا منفیگرا بودن، چون هیچ وقت با ما نمیگفتن چند تا کلمه درست نوشتی، همیشه به اون میگفتن دو تا کلمه اشتباه نوشتی 18، چهار تا کلمه اشتباه نوشتی 16. یعنی با چی کار کنیم؟ با ول کنیم دروغ بگیم به دوستان، یا اگه حقیقت رو گفتیم میشیم منفیگرا؟ من اگر نظر خودم رو بگم درباره آقایونی که از ایران الان خیلی باور دارن اینا نفوذی آخونده هستن که اینجوری قشنگ میان بچه هاشون هم میان تا میرسن اینجا یه جایزه 500 هزار دلاری هم میدن، بعضی دانشگاه ها بهشون به بچه هاش بچه من و شما اینجا باید کار میکرده یا من و شما از بازنشستگی اون با پول برمیداشتیم تا اینا رو بفرستیم دانشگاه، ولی این آقازاده ها دانشگاه ها فول اسکالرشیپ یا بورس تمام هم بهشون میدن. چه کار کنیم ما؟ دست برداریم از این حقیقت گفتن که در نظر جامعه به صورت منفی آمده؟ همین دو سه روز پیش یک معلم جوانی بیچاره رفته بود سر یک کلاس، اینجا بهش میگن سبستوت چیچه، معلمای نمیدونم جایگزین میگن، و معمولا معلم جایگزین وقتی میاد تلویزیون برای بچه‌ها روشن میکنه، داستان میگه، ازشون میپرسه معلمتون چطوره، چون ایام تعطیلات هست راجع به کریسمس صحبت شده و این بنده خدا هم آمده حقیقت رو گفته به بچه‌ها. و با تعجب توی آمریکا یه معلمی رو به خاطر گفتن حقیقت اخراج کردن. نمیدونم شما داستانش رو شنیدید یا نه، چون این خانم به بچه‌ها گفته که این داستان کریسمس یک پیرمرد به این چاقی یک شبه این همه اسباب بازی برای تمام بچه‌ها درست کنه، بعدم تو خونه‌هایی که هیچ کس الان دیگه از این اجاقای شومینه نداره، از اون سوراخ سیاه دودکش بیاد پایین، شما براش شیر میذاری اینها، و مادر و پدرها هی باید به بچه هاشون دروغ بگن. بالاخره شما به من بگید آقای لادن من چه کار کنم، منفیگرایی و این خودکار قرمز رو کنار بذارم و شروع کنم به تملق و دروغ گفتن، یا اینکه همین کار رو ادامه بدم؟ بفرمایید. اجازه بدید که از اولین کامنت که به وسیله آقای اکبری بود آغاز کنیم که ایشون اشاره کردن به اینی که ما بت‌ساز و بت‌پرست هستیم. البته این واژه رو به کار نبردن ولی هدفشون منظورشون این بود. اولا به نظر من یکی از کتاب خدا سالاری تایید میکنه گفته جناب اکبری رو، و اگر شما اگه هنوز از کتاب خدا سالاری دارین شاید یک جلدشو باید در اختیار آقای اکبری گذاشت، و من خودم باور دارم که یکی از کمبودهای فرهنگی ما و البته در ضمن کمبود شخصیت یا ضعف شخصیت که ما همیشه دنبال قهرمان پروری و بت‌سازی هستیم. شما بعد اشاره کردین به نقش خود ما و اینکه ما هیچ وقت دموکراسی نداشتیم، همیشه دنبال قلدر و زورگو بودیم و حتی میگیم زورگوی ای کاش زورگوی قبلی میومد، قلدر قبلی میومد. و حرف شما کاملا درسته که ما دموکراسی نداشتیم. علتش اینه که اصلا سیستم هامون و فرهنگمون و مذهبمون مذهبای همیشه خدا سالار بوده. اینو یادمون باشه، خدا سالار یکی از عوامل جنبیش اینه که مرد سالاری به وجود میاره، یعنی بر این که بتونه خدا سالاری رو در جامعه بقبولونه نصف جامعه رو بهش میگه که شما از نصف دیگه که زن هستن برتری، شما میاد نصف جامعه رو سوار اون نصف دیگه میکنه. اینطوری خدا سالاری مرد سالاری رو به وجود میاره، مرد سالاری پدر سالاری رو به وجود میاره، که همه ما میدونیم که تو خانوادمون پدر
همه کاره بود. حالا چیزای استثنا وجود داره. ولی منظورم اینه که زور در جامعه مقبولیت پیدا میکنه. و اما رسیدیم به آقای فاطمی فرمودین فکر کنم که ایشون به شما چون حقایق رو بیان میکنین میگن منفیگرا. ببینین یک خط، یک مرز بسیار بسیار نازکی وجود داره بین منفیگری و حقیقت گفتن یا ایراد گرفتن. اینی که همه معلم ها منفی باف بودن من نمیپذیرم. معلم میمد درس میداد میاموخت و به قول شما غلط ما رو میگرفت، میگفت دو غلط 18. ولی این که اشتباهات ما رو به ما نشون میداد، من فکر نمی کنم بعد بهش گفت منفی گری یا منفی بافی. و امیدوارم که ما از معلمامون نیاموخته باشیم که چون دارن ایراد میگیرن منفی باف بودن. نه، باید اتفاقا من معتقدم که ما در فرهنگمون از حقایق گریزان و از واقعیت‌ها دوری می‌کنیم. یعنی باید حقایق و واقعیت‌ها رو پذیرفت. برای مثال یه گریز بزنیم به صحرای کربلا. این کسانی که سینه می‌زنن پشت رضا پهلوی، اگر می‌دونستن که پدر بزرگ ایشون نوکر و عامل انگلیس بود، اگر می‌دونستن که باباشو چجوری به سلطنت رسوندن در مقابل امضای یک دونه قرارداد سه‌ماده‌ای سرسپردگی، دیگه نمی‌رفتن دنبال نوکر بیگانه سینه بزنن و بخوان دوباره سازی کنن. وقتی اینو میگم میدونم که سلطنت طلبا اوناشون جوش میاد و میخوان شارعه منو بزنن، ولی من در ضمن با کمال شهامت میگم که اگر کارهای مثبتی در زمان رضا شاه بوده، من میگم، اقرار میکنم، بیان میکنم، پشتیبانی میکنم، همینطور در دوران محمد رضا شاه. ولی اگه فقط به اون چیزا نگاه کنیم، من به شما قول میدم 50 سال دیگه یه عده شروع میکنن تعریف کردن از همین جانوران امروز که دارن خون مردم رو تو شیشه میکنن، همه چی رو دارن چپاول میکنن، میگن خدا پدر مادرشون بیا چقدر جاده ساختن و از ما در اونجوری چجوری بود. چون ما یه نفر یه واژه رو به کار میبره، نمیدونم کی رو شروع کرده، میگه ما ایرانی ها آلزهایمر تاریخی داریم، یعنی هیچی یادمون نمیمونه. و فکر کنم اون سه مطلبی رو که شما اشاره کردین، دوتاش از مهماناتون و یکیش مال خودتون، من بهش اشاره کردم. بسیار عالی. آقای خوشنودی نوشتن که ایرادی که میگیرن در تئوری نیست، در چگونگی عمل به سرنگونی و ایجاد شورای رهبری و مراحلی که آقای لادن ذکر میکنن. من متوجه نمیشم، شما متوجه میشید ایشون چی میگه؟ وقتی شما شروع کردین من صداتون رو نشنیدم. من دوباره میخونم. نوشتن ایرادی که میگیرن در تئوری نیست، در چگونگی عمل به سرنگونی و ایجاد شورای رهبری و مراحلی که آقای لادن ذکر میکنن. من فکر کنم حالا شاید ایشون واژه مناسبی رو به کار نمیارن، میگن ایرادی که میگیرن. من فکر کنم ایشون میگه که در گفتار و سخن این مسئله خیلی آسان‌تره، در عمل مسلمان همینطوره. و بعد به این که ما همون آقای اکبری اشاره کردن راجع به بت‌سازی، یکی از مشکلات فرهنگی ما اینه که ماها منافع شخصیمون دین و ایمانمونه، منافع جمعی و منافع ملی واقعا زیاد معنی و مفهومی نداره. و اینو طی حداقل 200 سال گذشته در میهنمون صدها و هزارها بار پیش اومده برای اشخاص مختلف که میتونیم در موردش گفتگو کنیم. منظورم چی از این؟ منظورم اینه که وقتی شما میخوای یه برنامه رو برای یک جامعه و برای یک کشور انجام بدی، دنبال منافع خودت نباید باشی،
یعنی دنبال این که به قدرت برسی، به ثروت برسی، مثل این آقای اون سه تا برادری که در ایران تمام مسائل دستشونه، الان اسمشون تو ذهنم نیست، لاریجانی. خب ببینین خیلی جالبه که یکی از این سه نفر گفته بود در هیچ جای دنیا مثل ایران دموکراسی نیست. راست میگه، برای این سه تا برادر و خانوادهشون این حقیقته، همه چی در دستشون، یعنی منافع شخصی بر همه چی ارجحه. خب تا زمانی که ما در اون چارچوب فکر میکنیم و حرکت میکنیم از خود گذشتگی نداری. من خودم توی همین جامعه ایرانی در آمریکا اشخاصی رو میشناسم که به خاطر مطرح بودن همه دوستان و اطرافیانشون رو به لجن میکشن. خب با یه چنین افرادی چیکار ما میخوایم بکنیم؟ میخوایم بریم کی رو نجات بدیم وقتی خودمون تو لجنزار داریم دست و پا میزنیم؟ بله، ایشون این کامنتی که میدن درسته، در سخن تا در عمل خیلی آسان تره، ولی باید در بین ماها کسانی باشن که دنبال منافع شخصیشون نیستن و حاضرن همه چی رو، به قول غلام حسین صدیقی وزیر کشور مصدق توی دادگاه گفتش که من همه چیم، وجودم و هستیم برای ایرانه. توی دادگاه نظامی بعد از کودتای 28 مرداد تابلویی که توی دادگاه نظامی بود نمیشه بود خدا شاه میهن، و این آقای صدیقی به این ایراد گیره. خیلی جالبه که یه انسان کوچکی مثل ایشون از نظر جسمی داره در مقابل تمام این تیمسارا و سرهنگا توی دادگاه میگه من این چیه شما زدین اون بالا؟ چگونه امکان داره که شاه یعنی یک شخص بر میهن برتر باشه؟ خیلی ممنون. تقریبا همون چیزی که منم گفتم که این چیزایی که میگیم همه خوبه ولی عملی ممکنه نباشه، ولی یادمون باشه تمام چیزهایی هم که عملی شده یه زمانی از صحبت و از فکر شروع شده. اجازه بدید من اینجا تشکر کنم از آقای اکبری، ایشون نوشته که اتفاقا آقای سوربی منفیگرا نیست، ایشان جدی و بی‌تعارف و بیرودرواسی است، ای کاش همه این چنین بودن، حتی خود من. ولی ممنون از لطف ایشون، بذارید من یه توضیح بدم. به نظرم میاد یه چیزی رو من اشتباه گفتم. من گفتم حقیقت گفتن، من باید بگم نظر خودم رو گفتن، چون ممکن نظر من به نظرم میاد که حقیقته ولی واقعیت نباشه. و اتفاقا من از این آقای فاطمی و دوستان دیگه همین سوال رو میکنم، میگم که شماها چرا نمیان نظرات خودتون رو بگید که مردم به اصطلاح گزینه‌های بیشتری داشته باشن یا چویس‌های مختلفی بیشتری داشته باشن، بگن آقای لادن اینو گفت، آقای فاطمی اینو گفت، آقای خوشنودی اینو گفت، آقای اکبری اینو گفت، سوربی هم تحت قاری اینو گفت، و تصمیم بگیرن کدومش درسته. چرا مردم شرکت نمی‌کنن در به اصطلاح نظر دادن؟ این هنوز ما داریم به اصطلاح جریمه داشتن همون دیکتاتورها رو میدیم که از ابراز اظهار نظرم خود سانسوری میکنیم؟ براو، اتفاقا باز دوباره انگشتون نگشتین روی مسئله بسیار بسیار مهم و بزرگ توی همون کاستی ها و کمبوت های فرهنگی. ما ظاهر سازی میکنیم مسائل رو، اینجا به انگلیسی میگن شوگر کودت، که روش رو میخواییم با تزیین و شیرینی بپوشونیم، حقایقو نمیگیم و این یک فاجعه است که خب اگه شما حقیقت رو نگی، اینم که ما توی یک زبان زد یک زبان مثلی داریم میگیم حقیقت الخص، این همینه دیگه. یعنی شما وقتی یک واقعیت رو بیان میکنی خب خیلی ها بر میخوره، و این برای همینه که ما در حد اشدش تعارف میکنیم و این تعارفاتش خیلی واقعیت ها رو سرپوش میذاره. و من نمیدونم تا چه حدی یک جامعه رو سالم و حقیقی نگه میداره. خیلی ممنون. این شوگر کود کردن رو ماسمالی که نمیشه بگیم، نه، یه چیز زشتی رو زیبا نشون دادن میشه، نه؟ همینه دیگه. ما بیشتر مسائل رو
ماسمالی میکنیم. بله بسیار ممنونم از شما، امیدوارم این صحبتی که شما کردین واقعا دوستان در موردش فکر کنن و شروع کنیم نظرمون رو با تعارفات کمتر و خیلی خالصانه تر بگیم تا دیگرانم همین کار رو انجام بدن. هم از شما ممنونم، هم از دوستانی که شرکت کردن، حتی بعد از برنامه نظراتشون نوشتن. من واقعا وقتی اینها نظر میدن براشون می نویسم. ممنونم که وقت گذاشتید برنامه رو تماشا کردید، بیشتر ممنونم که وقت گذاشتید نظرتون رو نوشتید تا به ما فرصت بدید تا به اصطلاح باز هم در این موارد صحبت کنیم. باز هم از شما ممنونم، امیدوارم برنامه‌تون عوض بشه، هفته بعدم با شما باشیم. اجازه بدید قبل از اینکه شما برید، آقای خوشنودی مجددا نوشتن من قبول دارم صحبت‌های آقای لادن رو و خود ما هم همیشه میگیم که راه رسیدن به دموکراسی این راهی است که آقای لادن ذکر می‌کنه، منتها هر جا مطرح می‌کنیم مخصوصا شاه‌الله‌ها میگن چطور می‌خواهید چنین کاری رو عملی کنی، چه آلترناتیوی دارید که بتونه بهتر از رضا پهلوی باشه یا بتونه اتحاد ایجاد کنه، یعنی سریع ترین راه حل بدید برای اجراش، نه اینکه باید چنین و چنان باشد. اینم آقای خوشنودی از کانادا. یک پاسخ کوتاه برای ایشون دارم. اینی که تفاوت اندیشه من با ایشون اینه که ایشون میگن چه آلترناتیوی برای رضا پهلوی داریم. من اصلا دنبال شخص نیستم. من پیشنهادم، من و کسانی که همباور من هستن، پیشنهادمون اینه که ما باید گرد یک ایده، گرد یک باور، گرد یک برنامه متحد بشیم، نه پشت یک شخصیت و یک بوت. برای اینکه باز میشه، من مجبورم اینجا یه مثال بزنم از محمد مصدق. ایشون ببینید چه پیشبینی کرد 25 سال پیش از سرنگونی رژیم محمد رضا شاه. گفت هرگاه ناخدا یکی شد، وقتی ناخدا مریض شد کشتی به تلاطم میفته و وقتی ناخدا مرد کشتی به قعر دریا سقوط میفته. خب ببینین، ما وقتی یه نفر رو میذاریم جلو و میریم پشتش سینه میزنیم، ناخدا یکی میشه. بعد در ضمن آقای عزت الله همایون فر که یکی از بزرگان همون سیستم محمد رضا شاه بود، پس از انقلاب اومد بیرون از ایران و مدت ها مطالعه کرد، یک کتابی نوشت و در اون کتابش نوشت اشکال سیستم شاه در ایران این بود که مانند یک چلچراغ زیبا ولی به یک سیم بست بود. زمانی که شما سیم را قطع می‌کنی، چلچراغ می‌خوره زمین، متلاشی میشه و همه چی نابود میشه. ایراد من به این نوع اندیشه اینه که ما به جای اینکه پشت یک شخص و یک بت و یک قهرمان سینه بزنیم، بریم دنبال باور، ایده و برنامه. بسیار ممنونم. این ماجرا چلچراغ گفتید، من یادم افتاد که یه جایی تو شیراز چلچراغ رو بس کرده بودن به سیم برق، نه سیم بکسلی، نه زنجیری، چیزی. چلچراغ خیلی سنگینی هم بود و این بنده خدا اینقدر کش آمد و بعد پایین تا افتاد و همه شکست و پخ شد. و شما این حرفی که زدید من یه دفعه خندم گرفت. ممنونم از شما آقا، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، آخر هفته خوبی داشته باشید. خیلی ممنون که با ما بودید. مرسی. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم و اگر شما هم مایل باشید میتونید برنامه‌ای رو داشته باشید، خودتون صحبت کنید، نظر بدید یا مهمان برنامه ما باشید و به اصطلاح دیگران هم بتونن توی برنامه‌ها شرکت کنند و نظر بدن. من این رو خاموش کنم. ریکانکتینگ چرا زنگ میزنه نمیدونه. آره، ما این اسکایپ رو از ترس دوستانی که تا ما رو میبینن هرچی هم مینویسیم ما نیستیم، قایم شدیم، داره اسکایپ این انتخابا رو داره که باز نمیدونم هی زنگ خودشونو میزنن. میدونید که چند ماه هست که یه برنامه‌ای رو آقای شبستری و دوستانشون توی این منطقه میذارن به نام شب دورهمی
و اتفاقا قرار بود که من هم امشب برم، ولی دیشب وقتی که با نوهم صحبت میکردم، این نوه من گفت که من فردا شب دارم میام خونه شما و دیگه ما هم که نه نمیتونیم بگیم. گفتم باشه بیا، و شما اگر جایی نیستید امشب فرایدی دسامبر 14 میتونید برید به پیشباز شب یلدا. شب یلدا خجسته باد. به نظر من این تعارف، این خیلی قشنگ آقای لادن گفت، تعارفای زیادی بعضی چیزها رو خراب میکنه. مثلا فرخنده شب یلدا خجسته باد. بابا شب یلدا خجسته باد دیگه، اگه فرخنده است دیگه نمیخواد خجسته. شب دورهمی، فان گیمز، سنک اند لافتر، خنده و بازی و سرگرمی، فرایدی دسامبر 14، پارس پلیس. اسم محل پارس پلیس هست، آدرسش هست 2236 اون آپارتمان، اون قسمت سی گالوز رود، وینا، ویرجینیا 2282، از ساعت 7 شب تا 10:30. حالا بعضیا که میبینن میگن آقا تو که داری نشون میدی چرا داری میخونی؟ این برای اونایی که احتمالا برنامه ما رو از این رادیوهای مختلف میگیرن. یادم رادیو آزادگان برنامه ما رو پخش میکرد، یادم نیست دوستان آقای عبداللهی اون دوست دیگمون هنوز هستن نیستن، این کار انجام میدن یا نه، و برای اونها ما میخونیم اینو، یا اونایی که از تلفن گوش میدن. در هر صورت با فارسی نوشته شب دوره همی همراه با موسیقی و تنقلات، نوشتن که شراب خودتان را میتوانید بیاورید، اگه نبردین هم ناراحت نباشید، اونور خیابون 7-11 هست میتونید بگیرید، سرد و خوب و گرم و هر جور که دوست دارید. خنده، شادی، بازی، تخته، حکم، رامی، پاشین بیاین، خوش میگذره. توی قسمت خوشگذشتنش من میتونم گواه باشم بر صحبتای این دوستان که من چند باری که رفتم خوش گذشته، و اونجا من وقتی میرم میشینم تخته بازی میکنم. میگن بازی تخته، بازی شطرنج، بازی ورق حتی برای فکر کردن و دیر گرفتار آلزایمر شدن خوبه. شاید به همین دلیلم هست که آخوندا به اصطلاح حرومش کردن یا میخوان من و شما فکر نکنیم چیزی حالیمون نباشه. در صورت اگر جایی نیستید پاشین برید اونجا، خوش میگذره. و اما ساعت 3:40 است. ما امروز برنامه رو یه مقداری زودتر شروع کردیم، با همه اینا یک 10 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود. تا اون ماجرای دیپلم و شاه و اینا رو گفتم، بدون شر اون عکس رو نشون دادم، ولی یک مقاله‌ای بود که آقای آریان پور فرستاده بود و نوشته بود که به اصطلاح از قول یکی دیگه از دوستان، ویژگی سیاستمدار. اونجوری که من برداشت کردم گویا این آقا 8 سال طول کشیده تا این مقاله رو نوشته. من هم به شوخی نوشتم چقدر خوب شد 32 سال طول کشیده تا ایشون متوجه شده ما چی میخوایم. 8 سال طول کشیده تا اون چیزی رو که میخوایم روی کاغذ نوشتن، و حالا به زربال چی میگن، به یک به طول فتول این میگفتن، یعنی به یک چشم به هم زدن پخش شده. ولی نوشتن که دکتر محمود سریع القلم، یک سیاست مدار خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ این سوالی است که بسیاری از سیاست مداران ایرانی بی پاسخ به آن وارد گود سیاست شدند، و بسیاری از مردم نیز بی توجه بدان به سیاست مداران رأی دادند. آقای دکتر محمود سریع القدم، که شما اینقدر سریع القدم بودید که 8 سال طول کشیده اینو نوشتید، شما اصلش بیا برای ما بگو سیاست مدار چی هست، حالا بعد برو خوب و بدش رو برای ما توضیح بده. ما اصلا سیاست مدار نداریم، و این کلمه مدار رو من بارها گفتم. چرا هم منفی استفاده میکنیم، مثلا میگن مدار از چشم روزگار فلان، هم میگیم سیاست مداره، یعنی سیاست داره. این رو یکی اگه میتونه فارسیش بهتر از منه برای من توضیح بده. در هر صورت ما سیاست مدار اشخاص سیاسی نداشتیم،
اینه که آقای سیروس کاهن 4 سال میره مدرسه، فکر میکنه شده پروفسور. اینم حالا خوندم مسکنم عرق فروشی داشته چی داشته، در هر صورت بازم اگه بخواد میتونه نوشته های خودش رو بخونه، چون هیچ کس بهتر از خود آتر یا خود نویسنده نمیتونه بیان کنه. این چیزی بود که من حتی به اون خانم شایسته الهامی هم گفتم، گفتم شما باید خودتون بخونید این نوشته ها رو، ببخشید توهین نباشه، مثل ملا نصرالدین. ملا نصرالدین میگن از بس بدخط بوده خودش باید نوشته هاشو میخونده، به همین خاطر خیلی پول میساخته. یه بار نامه رو پول میگرفته مینوشته، بعد طرف نامه که میگرفته میگفته آقا این چیه تو نوشتی، یه پولی هم از اون میگرفته براش میخونده. به نظر میرسه ملا نصرالدین هم از سوربی زرنگتر بوده در پول ساختن. دوستان تلویزیون مردم رو حمایت کنید، این تلویزیون رو تلویزیون خودتون بدونید، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم و با حمایت مردم. حالا اینجا این نوشته چه کسی را میتوان سیاست مدار نامید آمد. پس اون چیزی که من گفتم، تا اشکال نگیریم، تا ایراد نگیریم، کسی جوابمون نمیده. ما گفتیم آقا سیاست مدار خوب بعد شما ول کن، به ما بگو چه کسی را میتوان سیاست مدار نامید. ایشون نوشته که آقای سریر قدم، مطلبی را که از 8 سال پیش علاقمند بودم به نوشتن آن، بالاخره به رشته تحریر در آورده تا به این پرسش پاسخ دهم که چه کسی را میتوان سیاست مدار نامید. سیاست مدار شدن به چه دانشی نیاز دارد و راه کسب آن کدام است؟ یک سیاست مدار چه کسانی را پیرامون خود جمع می کند، چه خلقیاتی دارد و راه تربیت چنین سیاست مداری چیست؟ متن نوشته به قرار زیر است. 8 سال است که علاقمند بودم در ارتباط با این موضوعات دانسته و دیده ها و تجربه خود را روی کاغذ بیاورم. خرسندم که امروز فضای بهتری، بهتر فکری این فرصت را فراهم کرد. نزدیک 2 قرن است که سیاست مداری تخصص است. از زمانی که در غرب اروپا و شمال آمریکا حزب شکل گرفت و تولید ثروت به ثبات سیاسی و عقلانیت نیاز پیدا کرد، سیاست مدار شدن نیز تخصصی شد. اما چون در ایران هنوز حزب شکل نگرفته و عرصه سیاست عمدتاً بر حس و مزاج و تمایلات فردی استوار است، آنچه سیاسی است بیشتر حالت تصادفی دارد. بذارید من همین اولش رو انتقاد کنم، این خودکار قرمز رو در میارم. این دوست ما نوشته 8 سال میخواستم بنویسم، الان از لحاظ فکری تر شد. یعنی چی؟ یعنی من اون 8 سال کار داشتم، زندگی داشتم، دنبال پول بودم، دنبال این بچه‌م بیارم مدرسه، دنبال این که نوبت دکتر برم، حالا دیگه هیچ کاری ندارم. شماها آخرین نفرای هستین که ممکنه وقتم رو براتون بذارم و بشینم یه صفحه بنویسم. دوستان کارمون خیلی خرابه. من این نوشته هایی که میخونم، همون پاراگراف اولی که میخونم، از این دوستان ایراد میگیرم و با هر ایرادی که میگیرم 4 تا از این دوستان دشمن من میشن. امیدوارم دشمن من نشن، مخالف عقیده من باشن که من دارم نظر خودم رو میگم. شما بیان نظر خودتون رو بگید. ببینید آقای آریانپور چی نوشته. هموطن گرامی، با عرض سلام، نوشته پرمحتوای آقای مهندس کوروش زعیم را در فیسبوک و بلاگ خودم درج کردم. البته 2 پیام از واشنگتن و آلمان را حذف کردم. شوربختانه این آقایان بدون خواندن دقیق مطالب آقای زعیم آن را درج کردند، چون اگر خوانده بودند متوجه می شدند که 20% جمعیت جهان 1.5 میلیون تن نفر نیست. باید به حال ملت ایران گریست که پس از گذشت 40 سال هنوز کل اعضای جبهه ملی واشنگتن حدود 26 عضو و تعدادی هوادار دارد که در ایالت‌های ویرجینیا، مریلند و منطقه واشنگتن زندگی می‌کنند. این پیاماری که ایشون پاک کرده من براتون میخونم که ببینید چرا پاک کرده. نوشته که آقای هرمز چمنارا، برادر آقای سهراب چمنارا، نوشتن بایستی به اطلاع جناب عالی و سایر دوستان گرامی برسانم. جبهه ملی واشنگتن حدود
26 عضو. آقای هرمز چمنارا، یعنی چی؟ یعنی یه نفر اومده اسم بچهشو نوشته، چون این بچه هنوز بزرگ نشده شما اینو نمیتونی بشماری. یادم سالها پیش این سعید بهبهانی معتاد و اون نمیدونم مش حسن بیکار و یه خانم دیگه بود و اینها آمده بودن یه برنامه بود، خانم شیرین عبادی، اون خانم کار، اون دکتر خدایا، اینها برنامه گذاشته بودن تو واشنگتن و اینها بیرون جمع شده بودن. بعد آمدن گفتن بیرون یه عده‌ای دارن سر صدا میکنن، برید ببینید چه خبره. منم خب به عنوان گزارشگر اون موقع رفته بودم اونجا، دوربینو برداشتم، آمدم بیرون، دیدم آقای سهراب اخوان از مجلس آمده بیرون و داره با اینا صحبت میکنه. به اینا میگه آقا این هر کسی این برنامه رو گذاشته 200-300 نفر رو تونسته جمع کنه و دارن راجع به موضوعاتی که دوست دارن صحبت میکنن. شما 4 تا و نصفی آمدید اینجا، خجالت نمیکشید؟ او یکی گفت این به اینا گفته 4 تا و نصفی، چون 4 نفر مرد بودن و یه زن بودن و بیچاره آقای سهراب اخوان رو اونجا گرفتن که تو نه، یعنی چیز کردن که تو به خانم ها مثل آخونده گفتی نصف آقایون و همین خاطر گفتی 4 و نصفی. آقای هرمز چمنارا، هم من هم شما میدونیم هوادار، شما میتونی بگی جبهه ملی هزاران هوادار داره، کس به شما نمیگه کو کجا، ولی وقتی میگی ممبر یعنی شما یک عضویتی، یک فرم چیزی دارید، طرف میاد مینویسه من سربی، آدرس خونم این، شماره تلفنم این، عضویتم میدم سالی اینقدر. همون کاری که سال 2001-2002 میخواستیم انجام بدیم که شماها منشعب شدید. چگونه شما به خودت اجازه میدی بنویسی حدود 26 عضو؟ یعنی یک اونایی که دارن میمیرن اینا را فعلا گذاشتی، اگه زنده بودن میشه 27 و 20. کارمون خراب. یک، حالا ببینید دوستان، از این 26 عضو هیئت اجرایی آن شامل 4 نفر، سخنگوی جبهه ملی آقای عباس سیرفی، دکتر مرتضی انواری و هرمز چمنارا می باشد. پشتیبانی از جبهه ملی ششم ایران تصمیمی بدون مخالفت اعضا بود. پشتیبانی از جبهه ملی ششم ایران، این جبهه ملی ششم همون چیزی بود که من گفتم اصلا یعنی چی؟ یعنی چی جبهه ملی یک با مصدق بوده، جبهه ملی دو با فلانی بوده؟ جبهه ملی همیشه یه جبهه ملیه که مردم با افکار مختلف، با احزاب مختلف میتونن توی این جبهه ملی باشن. مثل موقعی که جنگ میشه، موقعی که جنگ میشه طرف نمیاد بگه که من کیم من چیم، برای یه هدف مشخص، برای یه کشور مشخص میرن میجنگن. به همین خاطر میگن طرف رفت جبهه جنگ، چون یه جبهه هست همه جمع شدن. آقا من آقای سیرفی رو میشناسم، براش احترام قائلم، آقای لطفعلیانی میشناسم براشون احترام قائلم، شما و آقای انواری رو میشناسم، دوست عزیز، جبهه ملی با این سن و با این اوضاع به جایی نمیرسه. روزی که من اومدم اونجا گفتم فکری نباشید که ساعت 7 بیاین برید نایه، بل 7:30 بیاین اینجا، فکری این باشین که هفته آینده یک نفر رو با خودتون بیارید اینجا، یک نفر که تا امروز خبر نداشته جبهه ملی اونجاست. بعد دیدین نه آقا، همه رفتن چلو کباب خوردن دور از جونتون واقعا، چون مثل مرضه آراغ میزدن، بوی گند لاشه کباب از اینجا میومد اون بر سالن، ما هم گفتیم آلی بدر چی، چاو، ول کردیم رفتیم. و اما دومیش، یک پیام از آلمان، آقای کی نوشته بی اسم و نام، اعلام موجودیت جبهه ملی ششم حرکتی در خور زمان و در جهت منافع ملی هممیهنان آزادی خواه. ایران زمین نزدیک به 40 سال است که به اشغال گروهی مذهبی ایرانی در آمده که از هیچ گونه جنایت و شیادی رویگردان نبودن، جامعه را به قهقرا کشانده، فرومایگی را از آقا ایناری که ما میدونیم. شما بیا میگی این لازم بوده به ما بگو چیه. کسی که مینویسه اسمش رو زیر نوشتش نمیذاره، این کاغذ رو باید پاره کرد، ریخت دور، سطل آشغال، توالت، هرچی که بگی. در صورت دوستان اگر
کسی از جبهه ملی میخواد بیاد صحبت کنه بیاد صحبت کنه. ولی اون دوستی رو که دوشنبه دعوت کردم ساعت 3:30 نه ساعت 2:30 میگه که شهرداری ها تنها سیستم مدیریتی در حاکمیت است. اینجوری شروع کردم: فقدان نظارت حاکمیت بر عملکرد شورای شهر و شهرداری ها نفوذ جبهه ملی ایران در مدیریت شهر اصفهان. شهرداری ها تنها سیستم مدیریتی در حاکمیت هستند که کمترین نظارت بر روی آن از سوی نهادهای نظارتی وجود ندارد. دو تا منفی بیارید مثبت میشه، این غلطه که کمترین وجود دارد و همین سبب به وجود آمدن فساد سیستماتیک در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و تصمیم گیری در مدیریت شهری است. اینو من بهتون نشون میدم، این نشریه فکر کنم ایرانی باشه، من نمیشناسم، و اسم مقاله هم اینه: نفوذ جبهه ملی ایران در مدیریت شهر اصفهان. اگه یه همچین چیزی درسته و یه همچین چیزی رو اونا نوشتن ازش حتی ابراز نگرانی میکنن، اتفاقا جبهه ملی باید هم و غمش رو بذاره رو این قسمت و بیشتر فعالیت کنه تا بیشتر بتونه تو شوراهای شهر بره و از شوراهای شهر یواش یواش بگیره بره بالاتر، شناخته بشن و فعالیت کنن. اجازه بدید اینه، اسمش هست ندا اصفهان یا اصفهان ندا. میگه که جامعه تحلیلی خبری ندای اصفهان، این با اون خانم ندا که کشته شد نیستا، این ندای اصفهان یعنی صدا، آوا. بعد تاریخش هم مال 2/9 نمیدونم 9/2 بله. میگه همین چیزی که خوندم، شهرداری ها از آنها که به عنوان دولت های محلی تعبیر میشوند تنها سیستم مدیریتی در حاکمیت است که کمترین نظارت بر آنها از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد. اینم از این. اگه خواستید در این باره شما هم میتونید مهمان ما باشید و صحبت کنید، و دوشنبه هم یک مهمانی داریم از، نمیدونم، ایشون سفر میکنه، گاهی وقت آلمان هستن، گاهی وقت سوئد هستن، گاهی وقت روسیه هستن، و میپرسیم ازشون و این رو به عنوان سورپرایز یا مژده براتون میذارم. اون دوست دیگه‌مونم کسی هست که سالها در کار رادیو، تلویزیون، رسانه بود و بعد ایران رفت و زندانی شد و بعد آزاد شده، مدتها با هیچ کس صحبت نمی کرد. من چند بار ازش خواهش کردم دوشنبه قراره با ما باشن. من همیشه میگم 99%، چون خدای نکرده مریض میشن، اینترنتشون قطع میشه، اتفاقی پیش میاد، ما بیشتر رو 99% حساب میکنیم، ولی بعضی وقتا اون 1% بیشتر کار میکنه. در هر صورت امروز با آقای امیر حسین لادن بودیم، از ایشون ممنونم. برنامه شماره 204 از ایران توسط آقای حسن ارشاد ساخته و پرداخته شده و تا 3-4 دقیقه دیگه از تلویزیون مردم، مردم tv.com پخش میشه، روی یوتیوب هم میتونید ببینید، روی فیسبوک هم میذارم، روی بالاترین هم میذارم، روی آپارات هم میذارم. اسم آقای حسن ارشاده که بذارید میبینید همه اینا رو شما داشته باشید. دوستان اینجا ما آمریکایی‌ها میگن you should pay arm and leg، یعنی دست و پات قطع میکنن، اینقدر گرونه. ما اینجا به شوخی میگیم یا دست یا پات قطع کنیم کافیه، ولی شوخی میکنیم. هزینه کمی شما هم بابت مخارج میدید. این گاومیش سیروس کاهن بهش گفتم ببین این یه اتوبوسه، من پول داشتم خریدم گذاشتم اینجا، خودمم راننده مجانی، ولی شما وقتی زنگ میزنی سوربی میتونی منو با خانوادم ببری اونجا، میگم بله، ولی این ماشین بنزین نداره، باید خودت همون اول بگی که سوربی اگه میتونی منو ببری بنزین میدم، تو راه هم نوشابه میدم، ولی به قول اون دوستمون مفتخوری میخوان انجام بدم. بذارید من فیسبوک یک نگاه کنم، چون بسته بودمش که نیاد جلو اینها، و خیلی ممنون و متشکرم. اون دوستی هم که بهتون گفتم، قهرمانی که گفته بود مدال هامو میفروشم، لباس ورزشی رو میفروشم، یکم بهش وقت بدین که اینترنتش درست بشه،
اوضاع شرایطش درست بشه و هر وقت که من مردم رو پوش نمیدم، یعنی فشار بهشون نمیارم که بیا بیا بیا، چون اولا سودی برای من نداره، من از دیگران پول میگیرم باشون مصاحبه میکنم، بعضی وقتا با این دوستان مجانی من مصاحبه میکنم، پس برای من چیزی نداره. و دیگه هم اون زمانی که من برم فلانی رو بیارم با اون مصاحبه کنم که من معروف بشم، دیگه برای من گذشته، من 20 سال دارم این کار رو انجام میدم. ولی باید اونها آماده باشن و وقتی دوستان آماده باشن، اون مصاحبه ها چون سخن از دل برمیاد، لاجرم بر دل نشیند. از اینکه با ما بودید ممنون، متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، برنامه‌های سوری با مردم، و تماس گرفتن با ما آسون مثل آب خوردن، از طریق تلفن، از طریق تکست، از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک. ولی یادتون باشه اگر تماس گرفتید، فکر نکنید با نوکر باباتون دارید صحبت میکنید، فکر نکنید به نوکر باباتون دارید دستور میدید، خیلی دوستانه، مؤدبانه، آقا من این فکر رو دارم چه کار کنم، منم بهتون میگم من این کارو میتونم انجام بدم، یا شما برو دنبال کار زندگیت. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید، مشروب کم بخورید یا نخورید، اگر امشب وقت داشتید برید این شب دورهمی و خوش باشید. مرسی که با ما بودید.